بچه ها ساعت 10 ما قرار شده که یه ساعتی دور هم دیگه جمع بشیم و چیزای اضافی رو که یادمون مونده و برامون مهم بوده و اینا و نکات مهمی رو که از اون کتاب بیادمون مونده و برامون جذابه بگیم به دوستان دیگه. از کرک شروع میکنم که خیلی این تابلوه تو نمایشگاه بود و بعد اسم داستان شد و بعد ببینیم که سمیه چی برامون داره. سمیه بگو ماما. صدای من میشنوی؟ بله. خب. در کرک که من کردم که داستان دومم هست نداره. در واقع ما با پرسوناژی رو صدا اصلا برای خودش چیزیه. خب مال من هست اش... اگه بقیه میوت بکنن اشرف آنه. خیلی خوب ما میوت میکنیم بستمشون صدا بهتر شد. بله من بستمشون برای همین صدا برمیگشت. بستمشون میتونی الان صحبت کنیم. حالا صحبت کنم. درباره پرسوناژی هست به اسم لیندا. قرار شده که درباره تمش حرف بزنیم. لیندا در واقع مثل بعضی دیگه از شخصیت های داستان Anything is Possible دچار PTSD هست یا تروما که وقتی که مدرسه دبیرستان میرفته مادر یه بار میاد خونه و میبینه مادرش رهاش کرده و رفته. خب ما میدونیم که داستان مادرش چی بوده و چرا رفته و این تروما با این آدم همیشه هست و توی انتخابهاش و توی تصمیماتش به شدت تحت تأثیرش قرار میده و در واقع ترومای تنها شدن و فقیر شدن داره. برای اینکه مادرش رو پدرش رها شدن رها شدن بله رها شدن رها شدن بله و او خانم لیندا در واقع با انتخاباش همونطور که گفتم این در واقع این ترس هستش که انتخاب‌ها و تصمیم‌های اون رو تو زندگیش تحت تأثیر قرار میده و از نظر شخصیتی هم زنی هستش که همیشه حسادت می‌کنه به چیزهایی که نداره، با اینکه شوهر پولدار داره، بچه داره، به کسی که بچه نداره و شوهر پولدارش مرده حسادت می‌کنه و دوست داره یه چیزی هم آن تاپ داشته باشه و این تروما یا این PTSD این آدم رو اونجا هم تحت تأثیر قرار میده که در واقع حاضر بچه هاش رو هم فدای حفظ این موقعیت مالی و عدم تنهایی بکنه و عدم تنهایی که ما وضعیتش و شرحش رو در داستان میبینیم که به چه شکلی هستش. در واقع رابطه ای نداره با شوهرش، از هم گسیخته است، شوهرش مشغول زنبارگی هست و بچه هاش هم رهاش کردن به خاطر اینکه در واقع کنار اومده با این شرایط و در واقع همه چیز رو فدای تبدیل نشدن به مادرش یا به اون زنی که پسرش در واقع دختر نوجوان رو میکشه و گرفتار میشه و حبس ابد میگیره میکنه، همه چیز رو فدایی میکنه که تبدیل به اینا نشه. و یه ربط کوچولو هم به اون داستان بعدی داتی داره. در واقع ربطش این هستش که اونجا توی داستان داتی میگه که وقتی که بدبختی و گرفتاری در خونه تو رو میزنه، تو اونجا دیگه تصمیم میگیری که چه انتخاب و تصمیم میکنی و این خانم لیندا تصمیم میگیره که در واقع همدستانه بگه که من درباره شوهرم چیزی نمیدونم، در حالی که از همه چیز شوهرش خبر داره. و نکته دیگه یه نکته که بخوام راجعش بگم اینه که همونطور که اولش برای ازدواج با این آقای جی خودش رو فریب میده که این پولش و هوشش میتونه منو نجات بده و من هیچ وقت دیگه فقیر و تنها و
رها شده نخواهم بود، باز هم در نهایت در آخر داستان باز خودشو فریب میده، میگه که آهان حالا این موقعیت دوباره باعث میشه که من موقعیتمو پایدار کنم، شوهرم قدر این فداکاری یا این چیز منو خواهد دونست، این قدمی که من براش برداشتم، و دیگه خبری از زن بارگی یا اون زنها نخواهد بود و ما خوش و خرم با هم زندگی میکنیم و همچین چیزی. دوباره باز خودشو فریب میده به همون شکل و اینم از اینو. و من فکر میکنم که اون در نهایت اون چیزی که ما ازش به عنوان بخشش نویسنده در انتهای داستان میبینیم که برای این لیندا اتفاق میفته چیه نویسنده؟ بخشش یه جوری در واقع اونو نجاتش میده دیگه از این وضعیت، به خاطر اینکه بهش باعث میشه که اون خانم، اون یکی چی بود اسمش، کارن لوسی، بهش وقتی که اونا توی اون فروشگاه همدیگر رو میبینن و بهش میگه که او تو شوهرت رفیق منو ترسونده، خب میخواسته ریپش کنه و اون خدا شانس بیاری که مثلا اون بیخیال دادگاه بشه یا چیز، و بهش میگه که تو حتما خبر داشتی از شوهرت و وضعیت شوهرت، به خاطر بک‌گراند خود کارن لوسی که شوهرش چند سال قبل خودکشی میکنه و اون خبری از وضع روحی شوهرش نداشته، اونجا از این حرفی که به این لیندا میزنه خودش پشیمون میشه و یه جوری برخورد میکنه که من ببخشید، من مثل این که حالت ضرب المثل که استفاده میکنه I throw a stone in a glass house، یه همچه چیزی که من خودم مثلا مشکل اینطوری داشتم که از وضع روحی شوهرم خبر نداشتم و حالا دارم به تو میگم که خب تو باید خبر داشته باشی از شوهرت که دنبال چه کاریه یا چه گندکاری داره میکنه. و اونجا به خاطر این بک‌گراند این شخصیت در واقع نویسنده از طریق این یه جورایی این خانم لیندا رو از این گرفتاری نجات میده. من فکر میکنم، البته اشاره میکنه که undeserve، یعنی در واقع استحقاقش رو نداره برای اینکه اون میدونست شوهرش داره چه کار میکنه. من فکر میکنم به خاطر ترومایی که داشت شاید او رو یک قربانی در واقع قلمداد میکنه و تا حدی میشه شوهره رو قربانی قلمداد میکنه یا لیندا رو. این اتفاق در مورد داتی نمیفته، در مورد داستان داتی، یعنی بخششی در قبال شلی زن دکتر اسمال نه. چقدر مردا تو این داستان بدبختن، یعنی چیزی نیستن، همه مردا یه چیزیشونه. بله، غیر از اون یکی هست که اول داستان اول میره و خونش آتیش میره، چیزش آتیش میره، بقیه حالشون خرابه یه شکل. بعد همینجور که ایس همه، آخه من نباید امروز حرف بزنم، من برای خودم قرار گذاشتم که شما امروز به من یاد بدین. اوکی، تو من بگو مامان. مردی هست توی داستان کرکت اشاره کوچیکی بهش میشه، من اون اشاره کوچیکو خیلی دوست داشتم. مردی هست به اسم توماسینا که ظاهر زنانه داره و میگه که منو تو خونه تام صدا میکنن، اینجا توماسینا هستم. بعد که ایوان زنی که ریپ میشه به کارن لوسی میگه که این جریانش چی بود، میگه که زن و بچه داره ولی چرا این ریختی داره چیز میکنه میگرده، میگه تو نمیدونی عشق چیه. من تو برداشت کردم که زن این توماسینا قد دوستش داره که براش اهمیت نداره، از لانگ از که این کارو بیرون از چشم، دور از چشم بچه ها، زندگی دوگانه داره اون چیز داره. یعنی میان یه شهر دیگه، یه شخصیت دیگهش بروز میکنه. ببین ببخش من مجبوره من بزن. شهرها و افراد شخصیت میدن، اقلیم با آدم ها شخصیت میدن.
تو آدم دیدی که مثلا تو شهر خودش یه جوریه، وقتی از شهر سوار اتوبوس میشه میاد به طرف شیراز، تهران، اینا، تو هر شهری فکرش عوض میشه. من همیشه بارها در این مسافرت ها اینو حس میکردم که عوض میشن با شهرها و رفتار و کردار و اینا هم یک شکلی به نظر من عوض میشه. این میاد یک توی شهری آقای خودخون است، شخصیتش یک آدم محترمیه که زن داره، فرزند داره، خانواده داره، بهش احترام میدن. توی شهر دیگه میاد و یه شخصیت درونشه که داره زندگی میکنه. خب ببین همه ماها شخصیت های بسیار متفاوتی داریم از اینجا تا اینجا. خب منتها تا وقتی تو حالت نرمال هستیم که این دوتا اینقدر با هم فرق نکرده باشن که رو در روی هم قرار بگیره. این شخصیت این رو در روی هم قرار میگیره ولی آزار نمیرسون بگیره. آدم های روانی که دست به یهو میبینه یه کسی یه کاری انجام میده که مخت سود میگیره. چرا؟ این بیچاره واقعا اصلا چیز نداره. یعنی یه بخشی از مغزشون هست که یه جوری دیگه عمل میکنه. الان که من دارم روی مخ، رو مغز، رو برین دارم میخونم و تحقیق میکنم و اینا، متوجه میشم یه چیز قفل میشه. بیم خود به خود قفل میشه، برای شخصیت دیگه میشه، صدات عوض میشه، حتی گاهی رنگ چشم تم. این داستان کرک اتفاقا خیلی داستانی هست که میتونیم آنالیزش کنیم از نظر شخصیت هایی که تن به تباه شدگی دادن. اون زنه، زن لیندا، این تباه، تن به تباه شدگی براش یک شلتره، یک آشیانه است، یک پناهگاه است. دیگه معیاری براش نیست. معیار اخلاقی، شهروندی، معیارهایی از تمدن اینا نداره. از ترس رها شدگی دوباره تن به هر چیزی میده. حالا ولی نویسنده، بچه ها، زیبایی کار اینه. این نویسنده نیمده بگه مستقیم در روابط این لابلای هم دیگه چیده شده اومده بالا. بعد اینقدر مونده که این زندگی یک کامفورت زون براش درست کرد. یعنی تو ناخودآگاه این آدم همین زندگی که اینقدر ایراد داره و این میخواد هر کاری، اون مرد همه جا فیلم گذاشته و اصلا ضد تمدن، ضد همه چیه، این برای خودش تو همون وضعیت کامفورت زون ساخته که از اونجا نمیتونه بیاد بیرون و اگه بیاد بیرون نابود میشه. خب حالا این بحثش واقعا خیلی مفصله که بعد بخوان اصلا راجع به اخلاقی هر چی حرف بزنیم. این داستان، قدرت این داستان به خاطر این آدم ها رو کنار همدیگه آورده که هر کدوم از اینا یک جوری سرپیچی میکنن از تمدن، یک جوری از متمدن بودن، از مدرن بودن، از اخلاقیات، از اینا، از اینا همه شون دارن سرپیچی میکنن از این تمدن. هر کی بگه نه، اون مرد شهرش اونجاست اینجا، اون مرد مردم رو میپاد، اون که نقاشی میکنه اونجوری، همه از اون مثلا با یارو تو مغازه حرف میزنه آخرین لحظه بهش میگه او یا بهش شک داری یا نداری دیگه، درسته؟ ها این جهانی که ساخته، جهانی یک جور روبروی ما که جهان نابهنجاری است. آدم ها در نابهنجاری زندگی میکنن، ولی زندگی میکنن و تو همون نابهنجاری برای خودشون کامفورت زون، شلتر، آشیانه ساختن. خب ناله هم نمیکنن. خیلی استادان است این داستان ها.
برای این برای من توجه منو جلب کرد، برای اینقدر این با هر حرکت ها، هر آدمی، هر حرکت، هر کرکتری یک بعد وسیع از ذهن ناخودآگاه آدمی رو روبروی من قرار میداد که چجوری یکی که سالها پیش رفته دیده مامانش ولش کرده رفته، الان از ترس ول شدن چه کارا که نمی کنه. یعنی اپوزیتش عمل میکنه، به تباهی کشیده میشه. میتونیم رو واکنش های خودمون در مقابل خیلی چیزا فکر کنیم. ببخشید. خیلی خوب، مرسی. باز چیز دیگه داری برای گفتن؟ بله. خودی خواهش مونم جلو منو بگیر. خب؟ چون وقت بچه ها رو میگیرم. بچه‌ها میگن شما حرف بزنید. نه آخه من چه حرفی دارم همش که نم... من به من خصوصی میگن تو رو خدا اینجوری نباشه که ما فقط حرف بزنیم. ما دوست داریم منیرا هم حرف بزنه. خب من میرم میرون رو منبر تا دو ساعت همینجوری راجع به یه چیزی حرف بزنم. منبرتون شروع میاد. شلتر بچه‌ها، شلتر بچه‌ها، آشیانه. اگه بخوام راجع به آشیانه حرف بزنم ما چه گندی به خودمون میزنیم برای که تو آشیانه بمونیم. به جون شما، یعنی بعدا فکر میکنیم دیگران ما رو مجبور کردن، آخه چرا دارن ظلم میکنن فلان از این حرفا، ولی ما از وحشت پرت شدن از آشیانه تو خلا میمونیم. خب بگو مامانه، بگو داستان بردو داتی بدن بریکفست هستش، که درباره زنیه که یک مهمانخانه داره و ما میدونیم که در گذشته فقیر بودن و صد آشغال غذا میخوردن و خب با توجه به شخصیت های این داستان، شری اسمال زن یک دکتری هستش که به عنوان مهمان وارد مهمانخانه داتی میشه. تم داستان به نظر من درباره کسایی است، چند تا تم هست در واقع. یکی این که کسایی که به رابطه های مرده تن میدن و همونطور که شما گفتین چقدر حاضرن همه چیز رو در واقع فدا کنن تا تو اون شرایط بمونن و اونو هیچ وقت تموم نمی کنن. و درباره کسایی که وقتی گرفتاری و بدبختی در خونشون رو میزنه، حقیقت تلخ در خونشون رو میزنه، به جایی که روبرو بشن با واقعیت انکارش میکنن و میگن نه چنین چیزی رخ نداده، و به جایی که واقعا تصمیم بگیرن از اون به بعد چطور زندگی کنن، با اون شرایط جدید چطور زندگی کنن، کنار بیان در واقع روبرو بشن با شجاعت و جسارت. همونطور که داتی میگه شلی آدم دیرینگی نبود، یعنی جسارت نداشت یا کار دیرینگی نکرده. و یک نکته دیگه درباره که یه بود دیگه از تمای این داستان، در واقع در تقابل این دو شخصیت داتی و شلی که هر دو این دو تا زن در واقع بیان میشه. ببین این چیزه، دو تا زن دارن راجع به یه زن سوم حرف میزنن، درسته؟ بله اون غایبه، اون تو این داستان غایب. بله. داتی این رو یاد گرفته که داستانی از زنی گفته میشه که شوهرش رفته جنگ و وقتی برمیگرده خب خوشحالانه نا، یه سال بعد میفهمه که نه، شوهرش وقتی تو جنگ کره بوده، ازدواج کرده، بچه دارم شده و اون زن و بچه برمیگردن خونه اینا و میگن که بله من زن دومش هستم و اینا بچه‌مه، و این زن شوکه میشه، در واقع حقیقت خودشو نشون میده به این زن و اون میپذیردش. شوهرش وقتی میمیره به این زن کمک میکنه، اجازه میده بچه هاش برن خونه اونا، و داتی این داستان رو توی مجلهی میخونه و یاد میگیره که خب شاید شجاع باشه در واقع تصمیماشو اونطوری بگیره. و خودش هم وقتی که به قول نویسنده بدبختی یا حقیقت در خونشو میزنه،
این کارو میکنه، علارغم اینکه الان احساس دلتنگی میکنه برای شوهر سابقش، ولی الان احساس میکنه که با جدا شدن آدم قوی تر و شجاعتری هستش. اما شلی آدمیه که نیازهای بسیار بسیار بزرگی تمام نشدنی در واقع داره و سیراب نشدنی داره و شکایت‌های بسیار کوچیکی از زندگی داره که تشبیهش میکنه به در واقع زنی که چنین شکایت‌هایی داره به کسی که زیر ناخن خدا خاک میده. من متاسفانه وقت نکردم اینو نگاه کنم، حتما یک چیزی داره. و در واقع بود دیگه تضاد کلاس اجتماعی یک پزشک با باقی جامعه‌ای که در داستان وجود داره هستش. ببخشید من متوجه نشدم صدای من شما دارین هنوز؟ ما صدا تو داریم. آره صدا تو داریم. بله صدا تو داریم. و یکم این جمعش کن، یعنی یکم فشرده چون بچه های دیگه هم هستن، یکم این جمعش کن. آره که شلی زن دکتر اسمال اون نیازهایی که تموم نشدنی هست رو به شکل اون خونه در واقع بازنشستگیشون سمبولش اون هستش که بزرگ هست. این عدم رضایتمندیش از رابطه زناشوییش از زندگیش رو به اون شکل در واقع راضی کرده خودش رو با ساختن اون خونه و از داتی هم سوء استفاده میکنه، فضا رو صمیمانه میکنه که بتونه همون نیازها و شکایتهای کوچیکش رو هی بگه، ولی در نهایت که میبینیم اخلاق رو هم میبازه و صرف هم به خاطر اینکه با شوهرش رابطه همخوابگی داشته باشه حاضر میشه تحقیرش کنه. و این بخشش رو من در مورد شلی از نویسنده ندیدم، همطور که توف میکنه توی مرباش و هیچ چیزی نداره، اگرچه اشاره میکنه منصفانه که بله این کوتاه مدت خواهد بود این شعف ناشی از انتقام، ولی خب تموم شد. بسیار عالی. ریما ماراخ تو قرار بود یه چیزایی بگی، یادته؟ ماراخ سلام. بله 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 قربان. شروع کن مامانم. چشم. من قرار بود در مورد دو تا داستان میسیسیپی مری و داستان بعدی هم خواهر صحبت کنم. خیلی خلاصه داستان میسیسیپی مری اونی بود که مربوط به مریه که از در 70 سالگی از شوهرش و بچه هاش میره ایتالیا و حالا ملاقاتی داره با آنجلینا کوچکترین و سوگولی بچه هاش و ماجراهایی که بین این دوتا میگذره. به نظر من تمای اصلی که توی این داستان مطرح بود یکی طرح مسئله تفاوت ها و ترسیدن آدما، وحشت آدما از اینکه با همدیگه تفاوت دارن و چه جوری با این در واقع تفاوت ها کنار میان. مثلا اینکه خود مری از یه طبقه دیگه ای میاد توی این شهر ایلینویز، از میسیسیپی میاد و از یه طبقه پایین تر با یه آدمی که ازدواج میکنه که مرفهه، یا مثلا تفاوتی که بین نسل گذشته که نسل مری باشه با نسل انجلینا که جدید باشه، یا تفاوتی که مثلا بین زن و شوهرها، اختلاف ها و تفاوت هایی که بین زن و شوهرها چه در گذشته چه در امروز وجود داره. اینا همه جای جای داستان تو داستانهای خیلی کوچیکتر طرح شده. اینکه ما یکی از وحشت‌های اساسی ما آدما اینه که با هم دیگه تفاوت داریم و وقتی با این تفاوت‌ها مواجه میشیم نمیدونیم چی کار بکنیم و منجر به ناهنجاری‌های بین توی روابطمون میشه. یک تم دیگه ای که تو این داستان و مثل همه داستانهای دیگه به نظر من خیلی زیاد خودشو نشون میداد تأثیر گذشته بر زندگی آدم ها بود، یعنی اینکه اتفاقا و تصمیم گیری هایی که در گذشته ما کردیم یا اتفاقایی که در گذشته افتاده، خانواده‌ای که داریم، روابط خانواده، اینا حالا تو زندگی ما چه تأثیراتی داره و باعث میشه که مثلا حتی منجر به ناهنجاری های روانی بشه توی ماها و اینکه آدم ها هر کدومشون با این تأثیرات گذشته چه کار میکنن.
دیگه اینکه باز دوباره تو تمام داستانا به نظر من بود و نویسنده خیلی دوست داشت که اینو منتقل کنه، این بود که به هر حال علارغم همه این مشکلات و تاثیرات و نابسامانی ها زندگی زیباست. اینو در واقع توی داستان مری خیلی توی جاهای متفاوت خیلی جزئی و ریزی نشون میده و به زیبایی هم نشون میده. مثلا اونجایی که نشون میده که مری با اینکه 80 سالشه بیکینی میپوشه میره تو دریا شنا میکنه، آفتاب میگیره، قایقا رو تماشا میکنه که چراغاشون روشنه و علاقش به رنگ زرد و در واقع روشنایی و اینا و تماشای در اینا به نظر من خیلی جزئی نشون میده که هم زندگی زیباست و چقدر یه آدم 80 ساله یا آدمای پیر دیگه میتونن از زندگی لذت ببرن و همونجوری. من اینجا یه چیزی در مورد صحبت مورخ اضافه کنم، این نویسنده شخصیت ها رو در بستر زندگی نشون میده، یعنی هر چی که شما اینا هر کاری میکنن خیلی خیلی طبیعیه. تو فکر نمی کنی این داستانه، فکر نمی کنی که این رو استیج داره چه سخنرانی میکنه، شعار میده، همه چی لاتنیده شده تارپود این داستان کلمات که ما یک هستی یک نوع زندگی رو ببینیم. در نتیجه فیک نیست واقعا، نه شخصیت ها فیکن نه فضا فیک یا انتظایی نیست، خیلی همه چیز قابل لمس و فقرم که همیشه هست و بوده، اما لابلای این فقر هولناک و ترش چیزایی مثلا آشغالی و فلان اینا یه هستی جریان داره که زندگی رو پیش میبره. لابلای اون باری که تو میگی رو دوش همشون هست یه فعالیتی هست، یک میلی به زندگی و ادامه زندگی هست که این داستان ها رو می سازد. تارپود این داستان هایی که پر از خیانت، پر از ناهمواری، پر از تارپودشون رو از عشق به هستی ساخت و اینه که این داستان ها رو جذاب کرد. مرسی. مسئله بعدی که توی این داستان به نظر من مثل خیلی دیگه از اون قصه ها مطرح شده، طرح ستمیه که به زنها در واقع روا میشه، ولی انگار که نشون میده که همه قربانی یه شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هن، ولی تمام این زنا به یه همه شو حتی اونایی که سخت‌ترین دردا رو تحمل کردن تحمل میکنن تا یه حتی اونایی که میرن رها میکنن خودشونو و میرن، مثل مری و مثل اون مادر پتی نایسلی اینا که تو این داستان خیلی ظریف سرنوشت این دوتا رو به هم تنیده نشون میده و یکی از مسائل اصلی این کتاب رو در واقع مطرح میکنه که ترک مادری که خانه رو ترک میکنه و اثرش روی فرزندان. اینجا تو هر دوتای اینا هم اینا همه صبر میکنن تا جایی که بچه هاشون به یه در واقع بزرگ میشن، به یه استابیلیتی میرسن و بعد در واقع اون حرکت رو انجام میدن. بعد یه اصطلاح خیلی جالبی که اینجا در مورد مری به کار برد که توی اونای دیگه هم هست، میگه که یه اصطلاحی پارچینگ به کار برد. من نگاه کردم بهترین چیزی که خوشم میومد براش بذارم تف داده شدنه. میگه که بعد از 51 سال که من خوب در این زندگی تف داده شدم، توی این زندگی مشترک سوختم، ما میگیم سوختم ولی حالا تف داده شدم، حالا توی 70 سالگی خواستم که برم دنبال عشقم و زندگیم و اون آرامش خودم رو به دست بیارم. و میگه که هم توی این کار اون چه که مهم بود رفتن بود، من نمیخواستم بمانم، میخواستم برم، رفتن بود. بعد ببینید از کامفورت زونش بیرون میاد.
ببین شما نگاه کنین داستانا رو نگاه کنین ببین چند نفرشون میزنن بیرون از شلتری که برای خودشون ساختن، شلتری که جامعه شهر براشون ساخته، چند نفرشون میزنن بیرون. مهمترینشون لوسیه، که این لوسی رفتنش تأثیر و قوقایی رو اون جامعه گذاشته، چون رفتنش هم رفتن درستی بوده، یعنی با دستاورد همراه بوده، فهمیدن رفتن چیز بدی نیست. با همه ترس و وحشتی که دارن که میخوان تو کامپورزونشون بمونن، تو شلتر امنشون بمونن، و ناخداغا همش میخواد اینا رو محافظن و هنافه همه اینا رو میخواد محافظت کنه، از یاشون زدن بیرون. و چون داستانی که با لوسی هست داستانی هست که مثبت خوبه، بقیه همی یواش یواش همون شد. یه نکته دیگه که توی این داستان به نظر من برای من جالب بود مطرح کرده بود این بود که این مقایسه کرده بود، یک مقایسه کرده بین حرکتی که مری کرده و اتفاقی که در امریکا افتاده با رفتن مثلا اروپایی‌ها به امریکا و تخریبی که روی زندگی بومیای امریکایی این مسئله انجام داده. اینو مقایسه کرد با رفتن مری از امریکا به ایتالیا و تخریبی که روی خانواده خودش انجام داده، و توی هر دوتای اینا نتیجه میگیره که خب زندگی همینه دیگه، زندگی همینه، باید حرکت کرد. میگه که در واقع شعار امریکایی اینه که باید حرکت کرد، حرکت اشتباه و تخریب هم به دنبال داره ولی زندگی وای نمیسته، بنابراین همونطوری که امریکایی حرکت میکنه و حالا تخریب هم میکنه و ما اینا رو میشناسیم، این تخریب ها رو میشناسیم، ولی مریم همین کار رو در واقع با زندگی خودش کرده. من تخریبی تو زندگی مری نمیبینم. نه با زندگی بچه ها. آخه یه نکته که به نظر من خیلی جالب بود این بارها تو این داستان یادآوری کرده اینه که همیشه مری تردید داره که من چیکار کردم با بچه ها، اگر میدونستم که یک چنین تأثیر عمیق وحشتناکی روی حتی این سوگلی خودم The Favorite هست دیگه آنجلینا داره، شاید هیچ وقت این کار رو نمی کردم، ولی خب کردم. مهم اینه که اون لحظه اون موقع فکر می کردم که هیچ کدوم از شما، هیچ کدوم از کسایی که حرکت می کنم و می خوان از پیله بیرون بیان، این تردید راهشون نمیده. این تردید با همه ما هست تا آخرین لحظه. علتش واضح است، توی ناخودآگاه هر کدوم از ما یه اصولی سالها پیش گذاشتن، فرهنگمون گذاشته، مذهبمون گذاشته، فامیلمون گذاشته، جد آباد خودمون و جد آباد بشریمون گذاشته. و این دو دستی چسبیدی ناخودآگاه انکانشس ما چسبیده که ما رو با همین دادهایی که تو ذهنمونه حفظ کنه. خب اگه یکی تا خرخرش برسه چقدر میتونه به ترسونتش یه جا میزنه بیرون، ولی این تردیدها همیشه باشه. اگر تو تردید نداشته باشی غیر انسانیه، برای همین داستانهای انسانی و درستیه، یعنی گوشت و پوست و استخون داره، هیچ کس پهلوان پنبه نیست، یعنی هیچ کس اونقدر پهلوان نیست که برای یک ثانیه برنگرده به گذشتش نگاه نکنه بگه عجب گوی خوردم، کاش که مونده بودم. اینا هست، ولی علارغم همه اینا هست که مری میره، که لوسی میره، که بقیه برای خودشون یه کارهای چیز میکنن. اوکی مرسی خانم، خیلی ممنون، بسیار عالی. ریما تو قرار بود چیزی بگی؟ نه نسیم قرار بود چیزی بگه. آره کی قرار بود چیزی بگه؟ من لیستش پشت این صفحه است. خب منیر، به منیر بگو.
منیر و سربناز. آره سلام. سلام. همیرا هم قرار بوده بگه فکر میکنم. همیرا و سربناز موندن درسته؟ دیگه کی مونده؟ شهرساز. شهرساز مونده، آذرم مونده. خیلی. آره آذرم مونده. خب داستان من قرار بود آخر هر داستانی رو بگم و در موردش حرف بزنم. داستان اولمون که The Sign بود، تامیه و داستان آتیش گرفتن اون چیه گاوداریش بود و اینکه فکر میکرده که تو اون لحظه خدا باهاش صحبت کرده و احساس ایمان براش جور شد، ولی بعد از اینکه با پیت حرف زد کل ایمانش شیک تکون خورد، لرزه، چی میگم، لرزش پیدا کرد و متزلزل. آفرین، متزلزل. بعد رفت خونه و به زنش این رازش رو گفت، ولی همون موقع یه راز دیگه ای توی دلش میاد که به زنش نمیگه این رو. یعنی اولش میگه خوب شد که به زنم گفتم که من خدا با هم صحبت کرده. بعد از 40 سال این راز رو توی دلش نگه داشته بود، و ولی بعد دوباره راز جدیدی رو توی دلش میاد که he did not feel the same. اینجا میگه and then Tommy understood that what he had kept from her their whole lives was in fact easily acceptable to her. And what he would keep from her now, his doubt, his sudden belief that God had never come to him, was a new secret replacing the first. He took his hand from hers. You might be right, he said. A paltry thing, he added, but it was true. He said, I love you, Shirley. And then he looked at the ceiling. He could not look at her for a moment or two. دیگه نمیتونست دوباره بهش این راز جدید روش بگه. یعنی با اینکه زنش رو دوست داره، ولی همچنان احساس اون امنیت رو نمیکنه که بهش بگه که من دوباره ایمانم رو از دست دادم و دوباره خدا رو باور ندارم که اون اتفاق افتاده. حالا بعد از 40 سال این چیز رو یادش رفته. این یکیش بود. حالا اگر شما میخواید کامنتی بذارید روی حرف من، نه برو جلو، برم جلو. یا علی. داستان بعدیمون The Windmills بود که در مورد چارلی مکاولی بود. نه ببخشید، پتی نایسلیه، که آخرش پتی و چارلی مکاولی با هم دیگه ملاقاتی میکنن. پتی احساس پنهانی عاشقانه به چارلی مکاولی داشته و حس میکرده که خیلی در نگاه اول توی مراسم شوهرش عاشقش میشه، و بعد که میبینتش در پست آفیس فکر میکنم بود که دیگه میشینن توی راپله دم پست آفیس و چارلی پتی در مورد شوهرش ازش میپرسه و اینکه آیا اونو دوست داشتن مردم، چه حسی داشتن مردم در موردش، و اون میگه که he was in pain. چیزی که چارلی احساس میکنه همیشه پینه، دردی که خودش داره و فکر میکنه دیگران هم توی پین هستن. میره توی bed and breakfast داتی و میبینه که اون هم پشت اون نگاهش یه pain, a distant pain she has in her eyes. و وقتی پتی ازش میپرسه تو چه فکر میکردی در مورد شوهر من، و اون میگه he was in pain. بعد کنار هم میشینن در نور خورشید، میخواد یه لحظه یه چیزی به پتی بگه، ولی حرفشو خورت میده و دهنشو میبنده و سرشو برمیگردونه، و پتی بدون این که بدون این چی میخواد بگه، ولی میفهمه. و اینجا جالبه که پتی felt without knowing what it was that she understood what he was going to say. نمیدونه چی میخواد بگه، ولی میفهمه چی میخواد بگه. She touched his arm just briefly and in the sun they sat. توی نور خورشید میشینن و انگار برای هم دیگه یه چیزی روشن میشه بینشون. این برای این داستانه. We are always alone, Patty. We are not. چارلی میگه که ما همیشه تنهاییم، ولی پتی میگه نه، ما تنها نیستیم. و در مورد لوسی بارتون حرف میزنن وقتی اونجا نشستن، که لوسی بارتون کتابی نوشته و چارلی میگه حتما غمگینه. بعد پتی میگه نه، اتفاقا غمگین نبود، من خوشم اومد. و نشون میده پتی اون غمی که دیگران دارن رو نداره. من نمیدونم، حس میکنم پتی زن شادی بود، با اینکه همه فکر میکردن پتی یک زن پخمه غمگینه، ولی غمگین نبود. چیزی میخوایید بگید اینجا؟ اوکی. بعد میریم سر کرکت که ایون و کارن لوئیس بوده و لیندا و اون مرد روانی که همه زنها رو از دورا دور نگاه میکرده و باشون
لذت می‌برده. بعد توماسینا بوده. یکی از چیزایی که من برام جالب بود اون قسمتیه که ایون پیجامش رو گم میکنه و میره پیش کرن لوئیس صحبت میکنه، بعد میگه که این یارو چیز منو دزدیده و اینا و این اصلا منو به ستو نگاه نمیکنه. بعد کرن لوئیس میگه because you did not win an award، وقتی award بردی اون وقت تو رو عکس تو رو میذاره کنار his fucking freaking پیکاسو، پیکاسو اینجوری هم میگه، یعنی تا وقتی که تو هیچی برنده نشدی فقط به عنوان یک زن به تو نگاه میکنه، یه زن زیبایی که پیجامه تو رو میبره توی رخت خواب و sniffing your white pretty pajamas اینطوری میگه دقیقا، ولی وقتی برنده شدی اون وقت مثل من به تو نگاه میکنه و تابلوهاش رو میزنه روی دیوار. این award مهمه از نظر اون مرد، از نظر کرن لوئیس و کلن از نظر جامعه. تا وقتی که ما مطرح نیستیم همینجوری نگاهمون میکنن، هیچ کس به ما نگاه آنچنانی نمیکنه، ولی به محض اینکه این بهروز بوچانی برنده شد همه شناختنش. تا دیروز هیچ کی نمیدونست بهروز بوچانی توی جزیره مانوس داره زجر میکشه، ولی امروز همه میدونیم که بهروز بوچانی بزرگترین جایزه استرالیا رو برنده شده و تمام جهان داره حرفشو میزنه. و ولی تا قبل از اون just an refugee، یه ریفیوجی بود که گم شده بود و هیچ کسی چی در موردش نمیدونه. داستان همه ریفیوجی‌های دیگه، همه کسان دیگه‌ای که مطرح نیستن ولی آدمای مهمی هستن. بعد آخر داستان هم توی کرکت پاتین لیندا با کرن لوئیس که صحبت میکنه احساس میکنه که یه لحظه اون هم مثل خودشونه، مثل پاتین آیسلی ها احساسش میکنه. She even wanted with a sudden surprising urgency to caress her cheek as though Karen Lewis were the pretty nicely girl who had suffered the blow from behind. یعنی این خنجر خوردن از پشت رو، اون فکر میکرده که سالیان سال محبوب بوده، she was loved, she was important. بعد که مادرشون ولشون میکنه میاد خونه میبینه مادرشون خونه نیست و ولشون کرده رفته، کل تمام اون اعتماد به نفسش حالا یا اون چیزایی که حس میکرده همشون از بین میرن، متزلزل میشن و از این میترسیده که مبادا شوهرش هم ولش بکنه. برای همین این خفت و خاری رو، این نشستن شوهرش کنار جلوی دوربین رو و خودش هم کنارش میشینه و نگاه میکنه که شوهرش زنای دیگر رو میپاد و اینکه دخترش از اون ور بهش بگه ترش، همه اینا رو تحمل میکرده چون نمیخواسته دوباره همین اتفاق براش بیفته و دوباره بفهمه که مهم نیست، دوباره بفهمه که دوست داشته نشده و همه چیزایی که داشته یه توهمی بوده، که یعنی عدم اعتماد به نفسشه در واقع. لیندا رهاشدگی یعنی لیندا میخواسته دیگران دوستش داشته باشن، مهم براش خودش نبوده، مهم احساسی که خودش برای خودش داشت نبود، مهم این بود که دیگران چی در موردش فکر میکنن. دیگه در مورد این داستانی که گفتی داستان اولی ساین، آره اونم چون مخ منو داره اذیت میکنه تامی، آره که آخرین لحظه نمیگه بزنه که من دیگه سابق اعتقادم از دست دادم. آره تا الان اعتقاد داشت که خدا رو دیده، بعد که پیت بهش میگه واقعا فکر میکنی اینجوریه، خدا تو رو باهات حرف زده، بعد اون تو دلش میلرزه که نه یعنی نبوده، یعنی من همیشه فکر میکردم. بعد توی راهی که داشتم نه، مسئله اصلی اینه، مسئله اینه که آدم ها در نهایت با خودشون یه خلوتی دارن. من فکر میکنم lack of communication، نداشتن ارتباط. یعنی توی داستان Waiting for Godot یادته هر کی یه چیزی میگه و همه هیچ کی نمیفهمه طرفش داره چی میگه. اون یه چیزی میگه، یادم نیست شخصیت ها اسمشون چی بود، من 20 سال پیشونو خوندم، این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، هیچ کس حرف نفر دوم رو نمیفهمه. در مورد این نیست، در مورد این مسئلهش من اینجا با اعتقادی که داشت، با اعتقاد این که به نگاه کن اتفاقی میفته، خب داره. یه اتفاق میفته، تو برای خودت ذهنت شروع میکنه توجیه کردن، دلیل تراشیدن برای حفظه، برای که تو رو حفظ داشته باشی،
برای که یه شلتر برای تو، یه آشیانه ای بسازه، جا آره. تک کنه، ازت محافظت کنه، دلیل برات باشه. دلیلی که برای خودش تراشده اینه که خب کار خدا بوده دیگه. آره. یعنی اگه خدا نمیخواست این نمیشد. آره. خودش توجیه میکرده دیگه که بتونه ادامه بده. اینا رشنالیزیشنه. اینا یعنی که تو برای خودت منطق تراشی میکنی برای که برای خودتو نجات بدی از بحران ها و از همه این چیزا. بله. وقتی اونو میبینه اون بهش میگه تو سر خودت، اون تلویحا بهش میگه ببین تو سر خودت کلا گذاشتی. دقیقاً. You really think that؟ میفهمه که سر خودش کلا گذاشته. آره. دقیقاً نمیخواد اوریان نیکد بشه، نمیخواد اوریان کنه دیگه. حالا اینجا نمیخواد همه چیشو از دست بده، به عنوان احمق نگاش کنه، به عنوان خودش بدون همه چی بشه، بدون سرپناه بشه. دقیقاً. باید خشمشو بروز بده. زمان گذشته، به کی خشمشو نشون بده؟ خونش رو آتیش زدن، اون یارو که آتیش زده رفته به کارش، حالا بچه‌هاش اینجوری هن، 40 سال گذشته چی کنه؟ آره. بعد صفحه 29 هم میگه خودش پشیمون شده که به پیت اینو گفته، چون پیت بهش میگه You believe that؟ باور میکنی این اتفاق افتاده که خدا با تو حرف زده یا حالا جیزز یا خدا بود کی بود؟ ولی بعدش که داره رانندگی میکنه میگه Why did I do that? Why did I tell you this? بتونین دوباره بخونین، دوباره بخونین، هر کس حوصله کرد بره این دیالوگا رو بخونه. باشه ما نفتمون شما ما؟ نه دو تا داستان دیگه مونده، تندی تمومش میکنم. آره اون برای آخرش رو توضیح بده مامانی. آره دیگه آخرش رو توضیح میدم. نه سه تا مونده. That is bed and breakfast که آخرش در مورد موقعی که اینا میرن، اسمیتا میرن و بهش به اون خیلی مثلا بهشون برخورده که این بهشون گفته که خونه من اینجوری نیست یا من اونجور آدمی نیستم، من مثل اون زنایی نیستم که خونم رو چیز احساس بکنم. بعد که اینا میرن با تحقیر هم بهش نگاه میکنن، از پنجره بهشون نگاه میکنه و بعد میره توی اتاقش پشت میزش میشینه. بعد then she went and sat behind her desk. The house was absolutely silent. خونه ساکت بود. In a few minutes she saw the small's rental car drive from the driveway and then she took from the far back of her top drawer the slip of a paper with the lovely man's name on it. اون چیز رو برمیداره که اسم مرد دوست داشتنیش روش بوده. اون اتفاقا چارلی مکاولی، اون اتفاق اون شبی او این چارلی رو نگفته، اون اتفاقی که براش افتاده بود با تریسی و داستان تریسی براش پیش اومده بود، اون شب رفته بود اونجا و چارلی مکاولی of the unspeakable pain، یعنی مردی که دردش قابل بیان نبوده. داتی با دو انگشتش میبوسه و چیز میکنه. من داستان خیلی چهار تا مونده، من همه داستانمو نگفتم، ببخشید. میسیسیپی مری رم نگفتم. مطمئن قرار بود همه رو بگی؟ بله بله گفتید همه داستانم، من هنوز 5 دقیقه حرف ندارم. خب کرکس رو گفتم، حالا ببخشید کرکس رو گفتم. بعد ده تام تیوری که داستان رفیقمون همون چارلی مکاولیه که میره پیش داتی میشینه توی بد اند بریکفاستش و اونجا منتظر دردش، منتظر همیشه فکر میکرده که این درد اولش چیز داره و همیشه فکر میکرده که میشه درد رو خیلی سریع بعد از این که چیز کرد اون چکش به دستت خورد بعد به درد عادت میکنی، ولی بعد میفهمه که You never get used to the pain no matter what anyone says. هیچ وقت به درد عادت نمیکنی، هیچ مهم نیست که کی چی بگه، هر کی هر چی بگه، هیچ کس بدون درد نیست و این درد رو پشت the blank behind blankness of the eyes پشت خلای پشت چشمای همه دیده بوده. The lack that then defined them اون خلایی که بعدها اون آدمهای دردمند رو توصیف کرده. و چارلی میشینه اونجا و منتظر میمونه، دعا میکنه که خدایا بذار این درد بیاد، please let the pain come. این چارلیه. بعد میری میسیسیپی مری. من میسیسیپی مری رو در فکر میکنم این زن اصلا اون چیزی که ماهرخ میگه نیست، ماهرخ ببخشید، بلکه ماهرخ میگه من منتظر شما موندم، من
گذاشتم شما بزرگ شید، پدرتون خوب شه، بعد برم دنبال زندگیم و این حق منه. آنجلینا به این نتیجه میرسه که خیلی قبلا به مادرش بد فکر میکرده. She was thinking less about her. خیلی ازش بد فکر میکرد. ولی تو آخرین سخت آخر گفت ماما اومد اینجا. توی سخت آخرش که میبینه مادرش میره به اون عابر پیاده کمک میکنه، ردش میکنه اونور. A street in a village on the coast of Italy. Her mother, a pioneer. مادرش توی اون دهکده، توی اون خیابون بغل اون ساحل، دیگه اون زنی که اینا فکر میکردن خانوادهش رو ول کرده به یه عشق بچه رسیده نیست، یک پایونیره، یک آدمیه که میتونه دیگران رو کمک بکنه، شاد باشه و زندگی کنه. و دیگه اون فکر میکنم دیگه دخترش اون خشم رو به مادرش نداره. بعد داستان سیستره که موقعی که لوسی رو میخوان ببرن، پیت و ویکی توی ماشینن و با هم دیگه که حرف میزنن، پیت میگه کاش که این سفر تموم نشه و احساس میکنه که چقدر خواهرش همون ویکی که مثلا همیشه فکر میکرد یه زن چاقه که فقط به زندگی میرسه و این چیزا، نه خیلی چیزا میدونه، به رانندگیش نگاه میکنه، چقدر با طمأنینه رانندگی میکنه و این رو در نظرش میاره. بعدش میگه که این فرش رو میخوای بردا ببر وقتی که میرسن، و بعد بلند نمیشن، همچنان جفتشون میشینن کنار هم دیگه. یعنی هر دوشون این احساس رو دارن که میخوان همچنان کنار هم باشن. یعنی معلوم میشه که سالها از هم دور بودن این خواهر و برادر ها. بعدش که داتی رو گفتم، سنو بلایند اونیه که انی با پدرش احساس همدردی میکنه و میفهمه که پدرش هم از ترس این که مبادا دیگران جاجش بکنن، جاستیفای بشه و کسی حرفی بزنه در موردش، در عشقش به اون رفیقش رو پنهان کرده، همون که خودش میکرده و همیشه تو خفا و پنهانی میرفته توی جنگل که نور خورشید رو احساس بکنه. و جمله هم میگه که And for a moment Annie wondered at this that her brother and sister, good, responsible, decent, fair-minded, had never known the passion that caused a person to risk everything they had, everything they held dear, heedlessly put in danger, simply to be near the white dazzle of the sun that somehow for those moments seemed to leave the earth behind. یعنی اون لحظه نور خورشید رو فقط میخواستن. و آخرش هم گفته که ایبل احساس تنهایی و غربتی میکرده همیشه و به زنش جرأت نمیکرده که بگه زندگیش چقدر سخت بوده. یک بار که بهش میگه we ate from trash، زنش میگه خجالت نمیکشیده این کارو میکردید، و دیگه هیچ وقت به زنش نمیگه. و این تنهایی و دوست نداشتن هیچ دوستی انقدر روش تاثیر گذاشته که وقتی با اسکروچ، تازه این شخصیت اسکروچ چقدر آیرونیه که مثلا اسکروچی که همه رو منفور همه بوده میاد پیش این و دوست این میشه تو آخرین لحظه و میگه که and if such a gift could come to him at such a time then anything dear girl from Rockfield. اینجا این دختره رو مخاطب قرار میده، این دختره که تو از راکفیلد اومدی، داری تمام تلاش خودتو میکنی، پریزنتیشنتو انجام میده که ما ببینیم همه چیز ممکنه. He opened his eyes and yes, there it was. The perfect knowledge. Anything was possible. یعنی اگر تو این سن و سال آدم بتونه دوستی پیدا بکنه که مثل دخترش که سنو حیوانکش رو دوست داشته باشه، پس همه چیز ممکنه. اون داستان مری رو خیلی ممنون ازت. خواهش می‌کنم. یه نگاه متفاوتی گفتی. میتونم وایس ماما کار دارم. خواهش می‌کنم. داستان دومم اون تیکه اشاره کردی به اینکه اینا میمونن دوتا، چون با اینکه میگه تو این فرصه رو میخوای، میگه شور حتما میخوام، ولی میمونه. این هم خیلی قشنگ بود. زحمت کشیدم. مرسی عزیزم. مرسی مانیر جان. همیرای مامانی کجایی؟ کجا پیدات کنه؟ ها اینجایی. این ور رفتی. این ور بودی اومده ای ور. چه کار باید بکنی ماما؟ همیرا جون یه کوچولو توضیح بده. ما صدا تو نمیشویم. اوکی. برای اینکه من اوکی الان آن میوت شدم. اوکی. خیلی ممنون. سلام خدمت همگی. ببخشید صدام اینجوریه، مریض بودم. منم همینجوری. من ان شاء الله تو سر خوب شین. بعد ساین ها رو بگم، راجع به ساین ها صحبت بکنم. اینقدر تو این کتاب ساین زیاد هست. من حالا چند تا، یکی از ساینایی که انتخاب کردم ساینی هستش که روی دست لیلا هستش. It's a small barbed wire fence tattoo.
یعنی یه دونه سیم خاردار هستش که دور مچ دست این بچه، که این بچه هستش دختر خواهر لوسی و یه دونه انتراکشن داره با پدی، یعنی دوتا داره، یکیش که اول با هم دعواشون میشه بعد پدی ازش معذرت خواهی میکنه. به نظر من اون ساین، یعنی به نظر من که نه، اصلا اون ساین به معنی فیت هستش و بعد کراون آف تورن هستش که جیزس میپوشیده، اون سیم خارداری که سرش میکنن قبل از اینکه اون رو جیزس رو به صلیب بکشن. ببخشید قبل از اینکه هومر جون وارد بحث بشیم، من سوالم اینه که من زیاد سوال راستش متوجه نشدم. یعنی چی نشونه ها؟ بله نشونه ها. ببینید توی هر کتابی مثلا هر نوشته که میخونیم یا حتی تو طبیعت یه چیزی میتونه نشونه ای از یه چیز دیگه باشه، underlying information. یعنی مثلا یه چیز رو الان برفرض میگم، الان این سیم خارداری که این بچه تتو کرده دور دستش، اگه کلوز ریدینگ کنیم بیاریم حالا بحث کنیم توی این کتاب رو بخوایم راجبش حرف بزنیم، میتونیم کل راجبش حرف بزنیم که این به معنی فیت هستش، به معنی اون ایمان هستش که اونجا دور دست اون بچه هست. و اون سیم خاردار خیلی مرسومه که خیلی دور بازوشون میزنن، خیلی دور مچ دستشون میزنن و اون همون سیم خارداری هستش که جیزس روی سرش بوده قبل از اینکه کروسیفاید بشه، به صلیب کشیده بشه. و من اینجا این رو به یه معنی دیگه یه که داره وقتی تحقیق کردم، secure property، یعنی وقتی که اونو داری تو مچ دستش، اون بچه اونو داشته، احساس میکنه که secure هست، احساس میکنه که حفظ میشه، protect میشه. ولی مثلا اگه نگاه کنیم باز برمیگردیم به سیم خاردار، میبینیم سیم خاردار نگهدارنده بوده که حیوانا رو نگهدارن، سیم خاردار میکشیدن دور تا دور که مثلا حیوانا نرن از مثلا یه پراپرتی بیرون. بنابراین اینجا برای این بچه به نظر من اسوشیت میشه با این که قوی باید باشه و با این که باید این فیت رو داشته باشه که یه روزی اینو این انجام داده با این تصور. چرا یه دونه تتو دیگه نکرده؟ چرا این تتو رو انتخاب کرده این بچه؟ خب ما این سوالا رو نمیتونیم الان بریم از لیلا بپرسیم، ولی من فکر می‌کنم این ریپرزنت میکنه که این بچه فیت داشته اولا، بعد احتمال خیلی زیاد فکر میکرده یه انرژی دیگه‌ای مثل خدا حالا یا جیزس نگهداری میکرده ازش، و بعدم وقتی که پتی باهاش توی ذره میگذره باهاش نرم میشه و بهش ازش معذرت خواهی میکنه، این بچه شروع میکنه به گریه کردن و میگه من اصلا عادت ندارم کسی با من نایس باشه و خوب باشه و نشون نمیده. ولی به هر حال من فکر میکنم اینجا یک ساین بوده، یعنی یه ساین بزرگش اینجا این بوده، این تتویی بوده که دور دست این بچه بوده، یکی از سایناست. من باید 5 تا ساین بگم اگر راجع به این هست صحبتی هست. نه برین جلو، برین. ساین بعدی، ساین اصلا اسم ساین که با کتاب با اسم ساین شروع میشه و به نظر من اون ساین از طرف خدا هستش. بیشتر داستان ساین نشون میده که گذشته یه چیزی هستش که اونجا بوده و مثل همه گذشته های دیگه قابل تغییر نیست، ولی الان پرزنت ریالیتیه. این تضادی هستش که از گذشته و امروز بر با هم دیگه تقابل میکنن. این سفر همیرا داری به یه چیز خیلی اساسی نزدیک میشه. بله گذشته، در گذشته اتفاق افتاده، تغییر داده شده، تغییر نمی کنه. بله فیکس شده. بله وقتی که این میرسه به این که خدای وجود نداره، گذشته هم عوض میشه. بله این زیباست. بله این زیباست، یعنی بله ظاهر اینه که گذشته رفته، برای خودش رفته. بعد این میره سراغ اون
برادر لوسی و برادر لوسی بهش میگه که اومدی منو زجر بدی و این حیرت میکنه چرا اینو زجر بدم. این به عنوان مرد خدا میگه میره به عنوان چیز و میخوره تو کاسه کوزش که پس اصلا گذشته رو دوباره میسازه. درسته؟ یعنی من میخوام اینو بگم بسیاری از گذشته ها دوباره میتونن ساخته بشن. شما فکرش کنین، این خیلی مسئله مهمیه. من الان اینجا که به عنوان اینکه این گذشته فیکسچر بود و من اینجور تصور کردم و این پریزنت که الان ریالیتی هست، اینجوری فکر کردم که برای خودش این تصور رو به وجود آورد بعد از اینکه حتی اعتقادش هم یه خورده سوس شد، این بود که مهمترین کاری که باید میکرد این بود که باید ریالیتی این بود که باید از فامیلیش تیکر میکرد. یعنی چیزی که آخر سر براش موند و فکر میکنم آخرین چیزی بود که آویزون شد به هشتامی، این بود که اون small details in people رو میدید و تیکر میکرد و including his family. مثلا با لوسی با اون بچگیش حتی وقتی مشهور نشد، وقتی اون بچه رو هیچ کس نمیدید، تامی میدیدش که این بچه به خاطر اینکه سرما نیست، سرما هست توی خونش، میاد توی اون مدرسه میمونه و اینو زیر چشمی اینو رد میکرد که اون بچه اونجا داره. حالا میخواد یه چیزی بگه اینجا. بله. ببخشید. میخواد یه چیزی بگه. هیچ لزومی نداره که تو واقعا از طرف خدا باز هر زنده باش تا آدم خوبی باشی. تو به خوبی خودت میتونی ادامه بدی بدون خدا یا با خدا. بله. نگاه، یه جایی هست. یعنی اینم واقعا وقتی بری روی ساختار برین مخ و اینا میفهمی که چرا یه جایی بهش فکر کرده که خدا با من هم زده. بله. یکی دیگه اگه بود فکر میکرد که شیطون باشه هم زده. خواه این ادامه میده خدا رو توی مقطع ازش میگیرن، باز ادامه میده به مهربانش. زیبایی کار اینه، زیبایی کار اینه که این خودش خدا رو برای ساخته بوده. با این حرف میخواد بگه آقا این خودش خدا رو برای خودش ساخته بوده. این احتیاج به یه چیزی داشته که بهش متوسل بشه، رفتار انسانی در مقابل اینا بگیره و اخ عجب داستانیه. یعنی بعد برگشتش به طرف این برادرم کاملا یه جور دیگه میشه. بله. امیدوارم من بتونم با این زمان بگم چی گرفتم از این داستان. یعنی اینا داستان های همینجوریه که هی ورق میزنی، هی دیگ میکنی، هی میشکافی، هی میری جلو، هی چیزای جدید میفهمی. بله. برای که این قهرمان ها، این داستان، این شخصیت ها روح و روان بعد تا ابد هم امشب نمیتونیم حرف بزنیم. بله. خیلی کشف زیباییه. ببین آدم ها، من یه چیزی نوشتم، یه چیزی در یه توییت، دو سه تا توییت کردم راجع به انقلاب، گفتم بابا اصلا آقای خمینی دروغ نمیگفت به کسی. یعنی اصلا هیچ کدوم از اون آخوندها واقعا دروغ نمیگفتن، از اون ملاها بود. بابا ما یه چیز دیگه میشنیدیم و میرفتیم دنبال چیز خودمون. خب اینم رفت دنبال تفکر خودش. درسته. و میره دنبال تفکر خودش ولی بهانه داره، همونجور که گفتم، برای که خودشو پروتکت کنه، برای که خودشو حفظ کنه از خشم، از استرس، از دلشوره، از اینا. این داستان رو برای خودش میسازه و میره به اینا هم سر میزنه، اما زیرش یه چیز دیگه است. وقتی این بهش آیا سواله، حالا صد تا سوال پیش میاد، آیا این از این که خودشو به نفهمی بزنه خسته شده بوده رفت در خونه این تا این واقعیت رو بهش بگه؟ من فکر کنم از بیشتر از مهربونیش نبود منیرا جون. این تنها مردی که به نظر من توی این کتاب
دیتیلز، یعنی کوچکتری حرکت آدم ها رو میدید تامی بود و تنها مردی که احساس خوشبختی میکرد و مسئولیت خیلی زیادی رو قبول کرد توی داستان به نظر من تامی بود. من فکر میکنم اونجایی که سیکرتش رو رها کرد فقط به خاطر پیت این کار کرد، برای اینکه احساس کرد که انقدر داره زیر بار میمیره، پیت داره زیر بار اینکه ممکنه پدرش اینو آتیش زده باشه مزرعه تامی رو و تامی اینو میدونه و اینا، اونجا گفت تو اومدی اینجا من رنج بدی، زجر بدی. اونجا این سیکرتش رو، تنها سیکرتی بود که خودش مقاوم، یعنی خودش رو مقاوم کرده بود، اونجا رها کرد به خاطر اون آدم. از اول تا آخر اگه نگاه بکنین تامی دیتیلز، همش توی دیتیلز آدم ها از همه داره تیکر کرده تا اونجایی که با هر کسی که من دارم همین رو میگم، این اصلا بله. خودش داستان رو برای خودش ساخته، چون بله. چون این داستان ذهن اونه، من میرفتم یه چیز دیگه درست میکردم، بله. یه داستان دیگه درست میکردم و حتی وقتی خدا رو ازش میگیرن ادامه میده، بله، چون اون شخصیت اونه. خب بعدش هم بگو مامانی. بله چشم. من ساین بعدی به نظر من خود آسیاب وین میل هستش. وین میلز ها به نظر من خودش اینجا سمبلایز میکردن، یه جایی نشون میده که پتی نشسته داره این حرکت بادبان رو تماشا میکنه، بادبان رو، آسیاب بادی رو، آسبان آسیاب بادی رو، و این دست ها که بالا هستن و هیچ وقت به هم نمیرسن و اینا با هم دیگه میچرخن و همگام نیستند. ولی بعدش ببخشید من باتری تلفن، ولی بعدش یه جایی با این که اینا میچرخن و همگام نیستن، اثر کتابی که خونده بوده از لوسی و The Book Had Understood Her، که کتابی که اون رو فهمیده بود، اونجا وقتی که داره اون آسیاب بادی رو نگاه میکنه میگه درسته که هرچند با هم همگام نیستن، ولی آدم ها درد مشترکش، دردهاشون رو میتونن انقدر درد مشترکشون رو میتونن از همدیگه حس بکنن، درد همدیگر رو، و گاهی نشون میده که این که اونجا که میفهمه که چقدر لوسی سافرت کرده و بعد با خودش درد مشترک خودش که این همه سال درد داشته، و اونجا وین میلز رو این سیمبولایزی کرده، basically is our inability to identify with the pain and suffering of each other. ولی یه جایی نشون میده که اینها حالا اون تصور اون بوده، حالا اینجا شاید خوب من متوجه نشدم، اینها با هم میچرخن. تو درست میگی، نگاه کن این بگی. تو حالا باید بری برای این کار، تو حالا آسیاب بادی، ببینی آسیاب بادی چه نقشی در فرهنگ غرب داره. معروف ترین نویسنده ای که از آسیاب بادی استفاده کرده، شاهکار در آورده، دون کیشوت. آسیاب بادی نماد چی است؟ تو شعرها نماد چی است؟ تو داستان ها چجوری ازش استفاده میکنن؟ اصلا نماد قضا هست؟ کارش باید بره پیدا کنی، اینجوری نیست. خب یعنی اصلا وقتی این خیلی اون صحنه واقعا من خیلی روش فکر کردم، بله، فکرم این کتاب رو خونده حالا داره این رو میبینه، یعنی چی؟ بله. چرخش این باید یه چیزی بگه دیگه. بعضی وقتا تو حرف نمیزنی، بله، آوردن دو تا تصویر کنار هم دیگه یه لکچر میدی. بله. خب این همونه بچه ها، همه تون برای دل خودتون، من دیگه آبیزونتون نمیشم، برید روی آسیاب بادی فکر کنین که این اصلا تو فرهنگ غرب یعنی چی. اوکی بعدی، ساین بعدی که داشتم، ببینید درست خوندن خیلی سخته جان، میگم درست بله. خوندن جون بله. میبره نه خب فکر میکنم که مونی رو جان، هر چی بیشتر آدم خونده باشه بیشتر میتونه اینا رو به هم دیگه وصل کنه. معلومه من اگه دون کیشوتو نخونده بودم، اگر شعرهای من چقدر شعر راجع به آسیاب بادی نخونده بودم، واسه الان نمیفهمیدم این جریان اینجا چیه. من از اینجا این یک خزینه هست اینجا در میارم، اینا رو مچ میکنم میرم آها، بعد معنی بشه.
ولی الان یه چیز به نظرم اومد، میتونیم بگیم که دست‌هایی که به هم مثل دست‌های بازی هستن که میچرخن، هیچ وقت به هم نمیرسن، ولی هدفشون وقتی که اون به قول معروف اون هدفشون که حالا خورد کردن یا تولید هر چی که هست، ببین ادن یکی میشه اون چرخا با ببین آسیاب من توضیح نمیدم خود تو این چیزیه که خود بله. تو باید برین دنبالش. ببین آسیاب بادی باد میچرخه درسته، این پرهاش با باد میچرخه. خب باد در فرهنگ های مختلف نماد چیزهای مختلفه، ولی این آسیاب بادی وقتی با باد میچرخه یه عمل درستی انجام میده، یعنی تولید داره. خب حالا همه اینا رو کنار هم بذار معنیشو پیدا بکنیم. بعدی ما... ساین بعدی که میخواستم بگم خود اسکروچ هستش. من به نظرم اومد اسکروچ پرسنالیتیش مثلا خود اسکروچ به این معنیه که اون پرسنالیتی که میره گذشته یه نفر رو همون کریسمس کرول رو میخونن و اون اسکروچ مظهر اون چیز هم موجود هست که میره تو خواب یه نفر اسکروچ رو میبره به گذشتهش که چه آدم بدی بوده، میارتش به حال و میبرتش به آیندهش که اگه با این بعدی ادامه بدی به چه روزی خواهی؟ این بچه ها این یه چیز کلی در مورد تمام داستان ها که میتونیم بگیم اینه، میره به گذشته و میاد به آینده، میره به گذشته میاد به حال. در مورد خیلی از قصه ها چون میدونی که روایت در گذشته اتفاق افتاده، فلشبک میزنه، وقتی فلشبک بزنی هر داستانی که فلشبک میزنی از گذشته میای الان میری آینده. بله بعد اینجا دیگه همین دیگه، بعد من اون قسمتی که دیگه بعد دیگه صحبت های این آدمی که نقش اسکروچو بازی میکرده با ایبل هستش و بعد در از همون کار رو با ایبل میکنه، میبرش به گذشته ایبل. اسکروچ اینجا دوتا نقش بازی میکنه، یکی پیتار میرن به گذشته میرن بله بزشته. یکی هم که با خود ایبل این کار میکنه، میبرتش به گذشته، میگه تو همچین آدمی بودی، مثل رودخونه میمونه، میدونی مثل گذشته مثل رودخونه میمونه که یارو دست تو رو میگیره بدون که پات خیس بشه میبرتت برات میگرد. اینجوری زیبا گفتیم، خیلی زیبا گفتیم. یه دونه دیگه وقت دارم هنوز، بگو دیگه. آخرش اسنو بلایند هستش. کلمه اسنو بلایند اینجا به نظر من جای هستش توی افق که برف و خورشید اون ته هم دیگر رو ملاقات میکنن و وقتی که آدم نگاه میکنه نمیتونه نگاه کنه، کور میشه، آدم چشمشو باید ببنده. و اینجا انی در اصل دو تا حالت داشته، یکیش این که اسنوبلاین اینجا همون مظهر اونجایی میشه که پدرش اون رابطه که با یه مرد دیگه داشته پنهان، یعنی اسنوبلاین اینجا یعنی پنهان شدن اون، یعنی چشمش بسته میشده. نمیگی نقطه کور؟ نقطه کور میشه، ولی بله نقطه کور میشه، ولی جایی هستش که تو افق کلمه اسنو بینه هم بعد زیاد اومده هم بله دقیقا حرف شما صحیحه، نقطه کور میشه، ولی نقطه کوری بوده که انی میدونسته، یعنی ولی نگرش میداشته تو نقطه، یعنی اصلا هیچ وقت نه بازگوش میکنه، انگار که هیچ وقت ندیده، یعنی هیچ وقت انگار پدرش رو با پارتنرش توی جنگل ندیده بوده. و اینجا خب رفلکشن سان آن سنو هستش، یعنی رفلکشن اون انعکاس حقیقت هستش که اینجا به معنی اینجا اسنو بلایند به معنی انعکاس حقیقت هستش. و کرکت هم میتونم بگم ولی دیگه فکر کنم وقت خیلی بگیرم، من هنشتامو گفتم اگه میخواین کرکت هم مرسی، نه قربانه بذار بقیه. خیلی مشکرم از وقت هم مرسی، خیلی ممنون، مرسی، خواهش میکنم. سرمناز سلام به همگی. من یکی از داستانم اول ویند ویلز هستش، راجع به کاراکتر اصلی پتی هستش که یه میدوستگر به دختری میگن که وقتی ازش میپرسن حال چطوره میگه خوبم، در صورتی که حالش خیلی هم بده، ولی عنوان نمیکنه زندگیش رو. از همینجا اصلا داستان شروع میشه. پتی یه دختری هستش که گذشته ترخی داشته، چون با وجود اینکه تو خانوادهش فقر نبوده ولی اتفاقی افتاده در خانوادهش که همه خانواده رو تکون داده.
یه زمانی مادرش رو در هنگام سکس با معلم اسپانیشش میبینه و اون حالتی که مادرش رو میده، اون پوزیشنی که مادرش داشته همیشه توی زندگیش نقش میبنده. یکی این قضیه، دومی که مادره ول میکنه میره، یعنی میره و از شهر میره. رفتن مادره این زندگی خانوادگی آروم اینا رو به هم میریزه و خودش یه جایی میگه، میگه هممون مثل فامیلیمون، مثل همه فامیلیمون، مثل یه کسایی بودیم که خیلی اینوسنت وار، خیلی راحت و آروم و بیگناه در یه قایق بشسته بودیم و در داشتیم در لیک میرفتیم، ولی ناگهان اصلا قایق تغییر جهت داد و نفهمیدیم به کجا میریم، جایی رفتیم که اصلا ایمجین نمی کردیم، تصور نمی کردیم. و پتی به خاطر همین اتفاقی که افتاده بود، حتی وقتی که خودش بزرگتر میشه تو زندگی عدالتش، وقتی سکس میکنه از اون اکسایتمنتش به حالت بدی و تریبل میرسه، بنابراین ترجیح میده که حتی خودش این کارو نکنه. و زنی بوده که اکستراویت داشته، بعد از فوت شوهرش افسردگی گرفته بوده و بعد میفهمه که تراپیست هم خیلی نمیتونه بهش کمک کنه، اون قرصایی که میدادن همیشه باعث اضافه وزنیش میشده. اما این داستان مثل داستان دیگه که میخوام بگم بهتون، یه چند تا چیز مشترک داره. یکی این که شیما میگه، شیما عنوان میکنه، شیمی که وجود داره و باعث شده که روی زندگیش تأثیر بذاره. و یکی ابیوز شدن رو میاد میگه، به خاطر اینکه شوهر پتی ابیوز شده بوده، با اینکه مردی بوده که هم ظاهرش خوب بوده هم شغل خوبی داشته، به خاطر ابیوز شدنش که از استپ فادرش شده بوده توی بچگی، از خودش احساس پلیدی و کثیفی میکرده، اون حالت نرمال بودنش رو از دست داده بوده و نمیتونست حتی با زنش سکس نرمال داشته باشه. با تمام اینا و با تمام اینا که اتفاق میفته، پتی این عشقش به شوهرش که اصلا زندگی جنسی توش وجود نداشته رو تعبیر میکنه به یه اسکین که تو رو پروتکت میکنه در مقابل تمام اتفاقایی که بیرون میفته. و این چند سال زندگی اینو، این عشق اینو اینجوری محافظت میکنه و باعث میشه که خیلی با به خاطر اتفاقای بدی که افتاده آدم بدی نشه. یعنی مادرش با اینکه بدی کرده بوده، یعنی بالاخره رفته بوده به خاطر اتفاقی که افتاده بوده، ولی این میره به مادر سر میزنه، با وجود اینکه مادر سه تا بچه دیگه هم داشته، دو تا دیگه هم داشته، ولی این تنها کسی بوده که رانندگی میکرده، میرفته به مادر سر میزده، مواظب بوده قرصاشو بخوره. و مادر توی این، مثل اون یکی داستانی که میخوام بهتون بگم، توی هر دو تا داستان آدمایی هستن که منحرف شدن و زوال عقل گرفتن، یعنی قرصایی که بهشون داده میشه به خاطر زوال عقلشون و جنونشونه، یعنی قرص میخوره برای اینکه حالش بدتر نشه. و بعد میرسه به اونجایی که پتی یه با آنجلینا، این یکی از اون ارجاعات زبدری داستانه، آنجلینا توی مادر دختر مریه، این دوتا با همدیگه یه اشتراکی دارن که مادراشون ولشون کردن رفتن، این اشتراک باعث میشه با هم حرف بزنن، دوست بشن، صحبت کنن و تخلیه بشن. وقتی که پتی داستان لوسی رو میخونه، داستان لوسی مثل ادبیاتی عمل میکنه که التیامش میده، برای اینکه دردهاشو التیام میده، برای اینکه اولا تمام کسایی که توی زندگی تو اون کتاب بودن رو میشناخته، تمام اون شیما رو میشناخته و میدونسته پتی بارتون خودش شیم هایی داشته، مثل اینکه خود اینم شیم داره به خاطر اتفاقی که به خاطر خودش و مادرش افتاده. ولی بالاخره لوسی چون تونسته که بلند بشه و با اینکه مادر خود لوسی رفتار خوبی باهاش نداشته، آفول بوده، ولی این دوست داشتن رو ترک نکرده، این رابطه رو نبریده و ترک نکرده، فکر کرده که درسته که دوست داشتنمون پرفکت نیست، اما همین دوست داشتن این پرفکت هم تو همین رابطه خوبه. و وقتی که نگاه میکنه میگه اصلا زندگیمون مس شده، ولی عیبی نداره اگه اون عشق و بخشش وجود داشته باشه. وقتی که پتی میتونه این کار رو، وقتی که دوستی میتونه این کار رو بکنه، ما هم میکنیم. این التیامی که این ادبیات و این کتاب بهش میده باعث میشه که بلند بشه، باعث میشه که توی زندگی اولا مثلا به مادرش، به آنجلینا بگه که برو مادرتو حتما ببین، بانه اش کنه که بره مریو ببینه. درسته که اون تو رو ترک کرده و تا سالهاست که نرفت پیشش، ولی اون اول شده و به تو احتیاج داره.
اونو میتونه قانع بکنه، میتونه بره تو مدرسه با خواهرزاده لوسی صحبت بکنه و مثل یه آدم بزرگ اعتراف بکنه، میگه درسته که تو رفتار درستی نداشتی ولی من ادامس بودم و اون صحبتی که تو میکنی اون شوهر من بودی که اون احساس کثیفی و هرزگی رو داشته برای اینکه بهش تجاوز میشده و همه چی به خوبی و یعنی این احساس خوب رو به اون دختر بچه منتقل میکنه و کمکش میکنه که یه اسکول خوب بره و جمع میکنه یه چیزایی. بچه یکی از زیباترین شخصیت ها شخصیت این دختر بچه است. خیلی نمیاد ها ولی چنان ساخته میشه با چند تا کلمه. درخشان درخشان، تو نسل آمریکاییه، نسل این نوجوان تینیجر آمریکاییه مثلا طبقه پایین رو قشنگ تو این میبینی، خیلی قشنگ. با یه با دو تا سه تا خط این شخصیت رو یک دفعه درست کرده، چه غوغایی کرده. این تکنیک داستانی، این یکی از داستانایی بوده که زن بودن نویسنده رو خیلی آشکار میکنه، چون خیلی هم جای خونه پتی رو بهش میپردازه، آشپزخونهش اینجوریه، پتیش اینجوریه، هم خونه ای که مادرش زندگی میکنه، جوری که شما حس میکنی نویسنده میتونه بره یه جایی حتی تمیز کنه یا واسه خودش یه دونه مثلا فنجون چایی بذاره، انقدر قابل لمس میگه. و حتی وقتی که پتی روز فردایی که حالش بهتر میشه، این خوندن این کتاب باعث میشه حالش بهتر بشه، اولین کاری که میکنه پامش همه خونه رو تمیز میکنه، طبقه رو جارو میزنه. این خاصیت زن بودن به نگهداری خونه مسئله ای نیست، مسئله یه چیز دیگه است. حالا اینم در کنارش ببین، نگاه کنین داره چی میگه. یک نفر از یک جامعه درب و داغون خودش کشیده بیرون و داستان نمیشه و کتابی نمیشه. این حرمت به ادبیات، حرمت به هنر تو این داستان ها برمیگرده. این آدم چه تأثیری گذاشته؟ اینا دوش خیلی هاشون از این بدش از خانواده لوسی بدشون میاد ولی این رفته ببین رو همه شون تأثیر گذاشته. این کتاب میخونه چی کار کنه؟ شروع میکنه تمیز کردن، باید یه جایی شروع کنه. ادبیات اینه، ادبیات اگر کسی دنبالش باشه، اگر کسی واقعا یعنی اگه بفهمه خوب از زندگیشو زیر رو کنه. این کتابو خونده و با همه این مکافاتی که داشته و همه اون زندگی داره بلند میشه، یعنی ادبیات تو رو بلند میکنه. علت این که فاشیستا اول از همه، هر حکومت فاشیستی وقتی میاد ادبیات رو میکوبه، برای که آدمی که وجود داشته باشه و بتونه فکر کنه و بتونه تخلا کنه و بتونه زندگی کنه و برای خودش زندگی کنه، در سیستم فاشیستی فایده ای نداره. باید نوکر باشی، باید دنباله رو باشی، باید مثل بز احبای سر تو اینجوری اینجوری کنیم بری. خب برای همین هم میگم بچه ها برین داستان بخونین، ادبیات بخونین. خب نمیخونین که خب خیلی خوب. یعنی این دانشی که این آدم داره بدونی که ابراز وجود کنه، نویسنده این کتاب ها بدونی که این محشر. خب ببخش فرمناز، ببخش خواهش میکنم، خیلی ممنون. و بعد خب همین التیام داده شدن پتی با این ادبیات باعث میشه که پتی چارلی دوست داره، 20 خیلی سال دوست داره، یه مردی که 20 سال ازش بزرگتره، همیشه عاشقش بوده. آخر داستان میره پیشش میشینه و احساس خوب داره و خودش میگه که من همیشه دریم داشتم که پیش تو بشینم و نمیخوام. وقتی هم که میشه با اینکه مثلا نشون بده با اینکه مثلا هوا گرم بود ولی احساس لرز میکنه، این به خودش جرأت رو میده که بره پیش کسی که دوستش داره بشینه. آره آره، اینم یه بحث دیگه است. نگاه کن ادبیات یا هنر باعث میشه که تو خودت رو دریابی، یعنی خودت رو دوست داشته باشی و خودت رو بفهمی و به عنوان انسان ببینی، نه یک موجود فیک. خب البته اون کسی که کنارش رو پلا میشه خودش گیری چیزای دیگه است، ولی برای خواسته دلش این کار رو میکنه. این مثل شعر میمونه اون صحنه. برای من وقتی ادامه از اینجا به اونجا رفته انگاری که مثلا چند تا بیت شعر براکنده اینجا اونجا بودن به هم وصل شد، مثل یک شعر به هم وصل شد. ادبیات باعث میشه شما شعر وجود خودتون رو بفهمید.
یعنی بفهمید که یه هستی شاعرانه ای هست تو قلب شما، تو ذهن شما. اونو بفهمید، به جای اخبارو، به جای نمیدونم فیلم های شا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 
شما برای خودتون برنامه داستان خوب بذارید. من بهتون لیست کتابای میدم، اگه بخونید چنان آرامش میگیرید که نه، و خودتون رو پیدا میکنید. خیلی ببخش. و بعد اون یه قسمتی از ستینگ داستان در همه داستان ها وجود داره و کاراکترها بهش برخورد میکنن، اون مزرعه های ذرت و سوراوین و اینا هست. و بعد اونجا اون وین میلزی که الان همیرا جونم گفتم، به نظر من این وین میلزه اولا که خب این تولید انرژی میکنه، تولید زندگی میکنه، و مخصوصا وقتی که اون لحظه که آخر داستان میشینه پیش چارلی، میگه اون دوتا وین میلز بالاخره یه جایی میرسه که همسو میشه اون پرواهاشون، دوتا وین میلز، و بالاخره از تنهایی در میان و تولید انرژی و زندگی میکنه. حالا این استنباط من، اجازه میدیم. خیلی خیلی تفسیر خیلی خوبی بود راجب این وین میلز. و به طور کلی این جلسه باید خیلی مثلا گسترده در و اینا میشد، برای که خیلی حجم چیزا و اطلاعات، حجم این بحثا زیاده، یا من باید کمتر مشق میدادم. مثلا هر کسی یه داستانی رو میگیره، ولی نمیشه دیگه. نگاه بحثای ادبی اینه، نگاه یه داستان 50 نفر روش حرف میزنن، بعد تو وقت میگن 10 تا نگاه بسیار زیبا مثل دسته گل میکشی بیرون از اینا. اینه ادبیات، اینه. یعنی اگه گروه کتاب خونی با مثلا باشه، باید اینجوری بس بشه راجبش. خب و مرسی. تموم شد ماما؟ نه، یه داستان دیگه من دارم، اسنو بلایند. اسنو بلایند داستان یه زندگی خانوادی نشون میده که مادر تقریبا منفعل و وجود نداره توش. از مادر چیزی نمیبینی جز چند خطی که راجب عملهایی که انجام میده یا دوست داشتن بچه هاش میگه. پدری وجود داره که همجنسگرا سالهاست مخفی کرده، به همه میگه خانواده من اولم، ولی اصلا اینجوری نیستش. و مادر بزرگی رو داریم که شرم داره از اینکه پسرش هموسکسواله، حتی اونقدر شرم داره که نمیتونه بره پیش کشیش صحبت بکنه، و بروسش میگه اگه تو بخوای بریم، اگه من جای تو بودم که میخواستم راجع به این قضیه حرف بزنم خجالت میکشیدم. این یه جمله، یه جمله شرم با یه جمله شروع میشه این داستان، میگه هر فامیلی واز این کیس این دی شیم، و آخر داستان هم میگه شیم ایت واز دی نوتریئنت اف دیر سول، برای اینکه اونها یه مزرعه سیب زمینی داشتن، تمام زندگیشون، خاک زمینشون، همه چی آغشته به شیم بوده. و آنی که دختر کوچیک این خانواده بوده، میره جنگل، عاشق جنگل بوده، برای اینکه اونجا فکر میکرده خدا باهاش حرف میزده، و بعد حتی از لرن میکرده از ریتمایی که توی جنگل هستن، یا سانگ میخونده، و همینا باعث میشده که یواش یواش اون استعداد هنرپیشه شدنش هم شکوفا بشه، و بعد هنرپیشه بشه و بره جاهای دیگه و سفر بکنه، و از جزء شخصیتایی که از نقطه A به B رفتن. خطی درسته که تو داستان قبلی موو نکرد، ولی باز من جزء شخصیتایی میدونم که از نقطه A به B رفتن، چون ادبیات باعث شدش که کاملا تغییر بکنه حتی توی اون مکان. آنی از این مکان رفت، جای جدیدی رو دید، و به خاطر همین تغییر کردش. و بعد اسنو بلایند، صحبت ساین اسنو بلایند شده. اسنو بلایند وقتی که اون آفتاب خیلی تیز میتابه روی برف، شما عملا اون کوری رو، نقطه کور میشه دیگه، نمیتونیم ببینیم. به نظر من استعاره از اون واقعیتی هستش که پدر خانواده همجنس کرده، چون وقتی که آنی اینو به مادر بزرگش میگه، مادر بزرگه میگه خب پس اصلا نگاه نکن، اگه اینجوریه که کور میشه اصلا نگاهش نکن، ولش کن، این واقعیت چشش رو میزنه. و ستینگ داستانی هم همون اولش یه جمله‌ای داره، میگه که درسته که اون منطقه‌ای که زندگی میکنن رو میاد توضیح میده اول داستان، من میگه ودر و من هوای اون محل خیلی متفاوته، مثل اعضای خانواده که ممکن متفاوت بشن، ولی شما نمیتونین اوایدشون بکنین، برای اینکه شما از هوایی که جایی که زندگی میام میکنین نمیتونین اوایدش بکنین. این نشون میده وارد داستانی میشیم که هر کدوم از اعضای خانواده یه جور هستن،
ولی در نهایت اینه که اون آنیون پدرش رو با وجود همه اون مشکلات هموسکسوالش درک میکنه. نه من ستینگ داستانی تعریفش اینه که هر داستانی یک ستینگ داره، یعنی در یک مکان نوشته شده، چیدمان داستانی و در یک زمان گفته شده. اونا شخصیت ها هستن. وقتی شما داری راجع به شخصیت سازی حرف میزنی فرق میکنه. من وقتی میگم همون روستا، همون مزرعه کرد، همون اونا میشه ستینگ داستان. بله پس اون شخصیت هست. بعد گاهی آنی فکر میکنه که یعنی اتفاقایی که افتاده که یعنی این اصلا زندگیشون یه چیز دیگه فکر میکردن، و بعد وقتی پدره به اون فهمیدن که هموسکشواله و بعد به خاطر لاورش حتی اینا رو میبرده مدرسه و به دخترش نمیگفته بیا جنگل به خاطر اینکه با لاورش بوده، این همه اینا باعث میشه که اصلا به اتفاقایی هم که مثلا میفته تو زندگیشون، هم که وقتی بچه بوده دست پدرش رو میگرفته راه میرفته بهش میگفته که چی برات مهمتره، میگفته فامیلی مهمتره، به همه اینا شک بکنه و اصلا فکر کنه که این هپن شده یا نه این اتفاقا. ولی در نهایت به یک صلح میرسه، کماکان که در تمام داستانهای این کتاب تمام که بین شخصیت‌های یعنی خانواده نزدیک آدم پیش میاد، در تار و پود این تمام این داستانها همجوری که به درک میرسن، به بخشش میرسن، آنی به پدرش به اون درک و بخشش میرسه. بسیار عالی. اینم یه بحث دیگه مفصل‌تر دیگه، من دیگه جلسه چیز نمیذارم، ولی خودتون اگه من جای شما بودم میرم، یعنی این یعنی میری ببینی که نگاه، من میگم که اقلیم، فرهنگ، هر چیزی روی رفتار ما تاثیر میذاره، رو نوشته ما، روی کار هنری ما. خب تو میتونی بری این 10 تا داستان رو بررسی کنی، آیا بایبل کتاب مقدس چه تأثیری رو این داره؟ ما قبلا تو کلاس های داستان نویسی همه اینا رو مفصل صحبت کردیم. این رو این هم میشه اگه دوست داریم بریم. شهرزاد مامانی تو بگو ببینم. مرسی خانم، مرسی سروناز جان، مرسی همینا، مرسی بچه ها. خیلی سنگ تموم گذاشتیم. سمیه بیچاره مسافرت تو ماشین. سلام به همگی. من واقعا کیف کردم، ای کاش منم میتونستم به خوبی شما مطالبمون رو ارائه بدم، از همتون بی تجربه ترم. من این داستان رو چند بار خوندم و حتی با کتاب گویاش رو گوش کردم. این داستان آخر گیفت تکلیف من بود. یادم میاد که وقتی که این داستان رو گوش میکردم، تنها داستانی بود که در تمام کتاب گوش کردم از اول داستان یک هیجانی در من ایجاد کرده بود و یک نگرانی در من ایجاد کرده بود، همش در انتظار یک اتفاق بودم. برای مکان داستان یعنی زمان داستان و افرادی که توش بودن رو و چطور این نویسنده بذر می پاشید برای شکل دادن به شخصیت ها و داستان، مثلا 14 صفحه نوت نوشتم، وقت دیگه نموند که اینا رو جمع آوری کنم تحویل شما بدم. ولی داستان خب اینا رو میتونی مرتب کنی، بنویسی بدی به سودی یا چیز بکنه، سودی ادمین بکنه، یه اونو تو استاتوس بنویسی، بچه های دیگه هم بخونن، چیز جالبیه. اگر نمیدونم میخواین که یه خلاصه بگم ازش یا اینکه نه، آره یه خلاصه بگو، حتما یه خلاصه بگو. به هر این ایبل یک مرد مثلا 65 ساله است که از همون زمان بچگی های لوسی میاد، دوست خانوادگیشونه، اون هم مرد فقیری بوده، یه مرد بسیار موفقی شده، ثروتمند شده، با یک زن ثروتمند ازدواج کرده، خودش هم آدم زحمت کشیه و یه ریپابلیکنه، آدم به نظر از یه لحاظ کانسرواتیو میاد، از یه لحاظ دیگه اوپن مایندده. و حالا من تو نوتام نوشتم که کجاها علامت های اینها رو نویسنده به ما میده که این تو شخصیت این انواع باورها هست. و با زنش رابطه سردی داره، حتی
با دخترش همینطور، ولی مرد خانواده است و برای من یه مردی بود، درست کار، خانواده دوست، مهربان، خیلی شبیه اون تامی اول بود. یعنی هی رفتم داستان اول خوندم ببینم اینا چه ارتباطی به هم دیگه دارن. دیدم فرقشون رابطهشون با همسرشونه. اون با همسرش خیلی رابطهش گرم و عاشقانه بود، این اعتماد رو نهایتاً کرد به زنش که مثلا یک رازی رو که هر دوشون راز داشتن تو دلشون مطرح بکنه، هر کدومشون چطور برخورد کردن با این راز. در کل این داستان به نظرم میومد مثل حالا قسمت دیگه این شخصیت اصلی تو وجودش یک راز بود که نهایتاً مطرحش کرد. شرم بود به خاطر گذشته‌ای که داشت، به خاطر فقری که داشت، و اون شرم را هم تا زمانی که به همسرش نگفته بود که از توی آشغال غذا میخوره، تا اون موقع هم شاید حتی خودش هم حس نکرده بود. اسم داستان گیفت بود که داستان اینطوری میشه که این مرد قرار بوده زن بچهش برداره ببره این کریسمس کارول، زمان کریسمس بوده، میرسه، دیر میرسه به خونه زنش و دخترش، اینطور قضاوت میکنن، تصور میکنن که این یادش رفته بوده، اصلا اهمیت نداده بوده. بعد سوار میشن، میرن، گرسنه بوده، خسته بوده، و از اول داستانم در جاهای مختلف علامت هایی هست از خستگی این، از حالت های جسمانیش که داره عرق میکنه، که ما در انتظار یک اتفاق ناگواری باشیم. نهایتا میرن تئاتر و این سکوج رو تماشا میکنن، برنامه‌اش رو، و برقت میشه، بچه های کمی ناراحت میشن، به هم میریزن داستان رو، برق میاد، تئاتر رو تماشا میکنن، برمیگردن منزل، متوجه میشن که اسباب بازی اون بچه نوش جا مونده، و این برمیگرده دوباره به محل تئاتر که اون اسباب بازی رو برگردونه برای بچه، که وقتی وارد اون محل تئاتر میشه کسی نبوده، و تو تاریکی بالاخره یه چراغی روشن میشه و این سکروج که هنرپیشه اصلی بوده میبینتش و بهش میگه، این میگه من دنبال اسباب بازی میگردم، اونم میگه بیا تو اتاق، میشونتش و بعد در رو قفل میکنه و به نوعی اینو یه جور هاستیج نگه میداره و بهش میگه که تو هیچ جا نمیتونی بری تا ما حرفامو بزنم. و مشخص میشه که اینم آدم بسیار تنهایی بوده، و ببین چقدر تنها بوده که به یه آدم خیلی غریبه میخواسته بشینه حرف بزنه فقط، و یک بهش بگی که من این چراغا که خاموش شد تو سالن، من با تلفنم، من بودم که این چراغ خاموش کردم، و خیلی حس خوبی داشتم از اینکه ایجاد کیاس کردم و هرج و مرج کردم و اینا، ولی یک لذت خیلی پوچی بود و میخواستم این رو شیر کنم، برای اینکه انسان ها همیشه احتیاج دارن که شاهد داشته باشن. چه فایده داره که دیگران ندونن آدم چه کار میکنه؟ مثل درختی که معلوم نیست افتاده تو جنگل یا نه، وقتی صدایی نیست، وقتی شاهدی نیست برای احساسات آدم، افکار آدم یا کارهای آدم. و اول خب ایبل یه ذره متحیر میشه، نگران میشه، و بعد به نظر میاد که یه مقداری تسلیم این داستان میشه، و خودش هم تنهایی این مرد رو که میبینه به تنهایی دختر خودش پی میبره، و بعد خودش هم به این مرد میگه منم تنها، و این راز رو فاش میکنه، و مثل این که راحت میشه. اونجا هم حالت سکته بهش دست میده، بعد در تمام و خب میان میبرنش و توی آمبولانس داشته میرفته و فکر میکرده که چه با وجود همه این اتفاقات ناگواری که افتاده، چه گیفتی بوده که در این زمان از زندگیش یک رفیقی پیدا میکنه. و وقتی به این داستان نگاه میکنه میبینیم که هر دوشون، هم سکروج، لینک، هم ایبل،
به یک رفیق میرسن و هم به نظر من نویسنده یک گیفتی داره میده با جمع‌بندی هایی که توی داستان کرده. و در تمام داستان من این جمع ازداد رو میدیدم در شخصیت ها، یعنی همون شخصیتی که نشون میده که خل شده طرف، شاید مثلا از لحاظ روانی به هم ریخته است یا آدم مزخرفیه، برای که میگه من بچه ها رو دوست ندارم، ولی در این حال دو دقیقه بعدش برخوردش یه برخورد گرم و دلسوزانه است نسبت به حالتهای ایبل، یا اون ریپابلیکن بودن ایبل که اصلا اعتقاد ندارن به این که مالیات بدن ولی این دلش میخواسته مالیاتشو بده، و اون زنی رو که میاد نجاتش بده و تو آمبولانس بگذارتش، همش حس میکنه که من برای اینه که دلم میخواد مالیات بدم و به خاطر آدمایی که اینطوری میان منو. و در دو جای داستان به همجنس گرا بودن اشاره میکنه، هم خود لینک که میگه در اون زمانی که من جوان بودم این یه چیز خیلی عجیب و غریب بود، همون خانومی که اومده بود ببرتش بذارتش تو آمبولانس، چقدر توانا میدیدش، پرقدرت میدیدش و براش قابل قبول بود. و جلوترم یه اشاره شده بود به اینکه کشیش شهر داره بازنشسته میشه و جانشینش خانم لزبیانی قراره باشه که اینم با کمال شجاعت این رو این مسئله رو پذیرفته بود. یعنی از منتالیتی در تمام این کتاب اون چی که من یاد گرفتم و به خصوص تو این داستان این بود که anything is possible، یعنی شما یه انسان رو که باش برخورد میکنید نمیتونی قضاوت کنید که چون ریپابلیکنه پس بعد اینو هم باشه، چون مثلا تجاوز شده بهش پس اینو اینم داره، یا چون فقیر بوده، هیچ نمیتونی و هر چیزی از هر کسی امکان داره سر بزن، از درستکارترین آدم ممکنه یک مثلا خیانت سر بزنه. و به یه نوعی نویسنده به نظر من بشریت رو کوچ کرده بود که چطور به انسانها نگاه کنه، این نگاهی داشته باشه که این خیلی قشنگ بودین این جمله، کمال و انتظار کمال از کسی نداشته باشه، خیلی قشنگ، خودمون از خودمون نداشته باشیم، ما نداشته باشیم، خودمونم از خودمون نداشته باشیم. آره. و چه حسی قهرمانی نیست، پهلوانی نیست، اسطوره‌ای نیست، اما آدمای معمولی هستند. به همه مرسی، خیلی خوب گفتی. میشه این مواردی رو که خودت یادداشت کردی برداشتاتو بنویسی، داستانو نمیسی؟ ببین بیشتر وقت صرف این شد تو داستانو تعریف کنی که همه ما میدونستیم. نمیدونستم که باید خلاصش بگم. میتونستی از همون بس خودت با همه تون هستم. از این به بعد اگه همچین برنامه ایزید داستانو نمیخواد تعریف کن، چون ما داستانو خوندیم، تیک های مهمشو نظر خودتونو. خب بسیار خوب، پس تو می‌نویسی بقیه‌شو، درسته؟ بله، چشم. آره، فقط چیز مونده، آذر مونده، آذر جمعش کن. خب الان من پلیس وایساده در خونه، شوهرم داره طلاق هم میده. من مفید خشم میگم. آره، مرسی شخص. داستانی که خب مرسی، داستانی که خب داستان دهیت چی بود؟ دهیت تام تئوری. اینه که خب داستان همه میدونن، چاری یک مردی بوده که تو جنگ بوده و همیشه تو سرش این سر و صداهای جنگ و یک جوری به گذشته هی برمیگشته و میمده، داستان خب میدونیم. ولی از نظر خودم من میخوام یک جوری دیگه داستان رو ببینم. به نظر من داستان اگه بخوام از نظر روانشناسی ببینیم، تو این داستان سه تا نکته خیلی برای من مهم بود. یکی hate and love. تو کل داستان این هیتن لاو ما میتونیم ببینیم بین خودش و زنش که همیشه ارتباط کلامی نداشتن، زنش رو دوست داشت ولی افر داشت، یه حس گناه که باز خودش داشت، افر داشت، از حساب بانکی زنش برمیاد که کار بدیه ولی این حس گناه رو داشت. از جهت دیگه بخوام نگاه کنم، دوباره مسئله روانشناسیشو بخوام نگاه کنم، موردی که خیلی به نظر من خیلی مهم بود این که وقتی خودش رو تو آینه گفت من خودم رو تو آینه نگاه کردم خودم رو نشناختم، فکر میکنم یه جوری
گم شده، چارلی گم شده بود، تو زندگی خودش گم بود، خودش رو پیدا نمی کرد. و این سه تا نکته برای من خیلی تو این داستان مهم بود، خیلی جالب بود. یه قسمت دیگه‌ش هم یه دوگانگی که در مورد مذهب داشت. من نفهمیدم بالاخره این مذهب رو دوست داشت یا دوست نداشت. یه جایی فکر میکرد به مذهب، مذهب وجود نداره، همش بی خود، کما اینکه با زنش فقط دو سه بار برای جشنای زنش مجبورش میکرد بره، نمیرفت، دوست هم نداشت بره، چند جا جاهایی که خیلی مهم بود رفت. از یه طرف در اینی که دوست نداشت مذهب و از یه طرف فکر میکرد که بعد طرف بخشانه به خاطر کارهایی که کرده. اینو من نمیدونم این دوگانگی مذهب رو داشته نداشته، دوست داشته مذهب رو نداشته، نمیفهم، نفهمیدم تو این قسمت واقعا داستان در مورد مذهب چی فکر میکرده. خب نگاه کن، یکی از نشانهای موفقیت یه داستان اینه که نویسنده راست لخمه رو نمیجو بذاره تو دهنه، همین تردیدها رو به جا میذاره، به جایی که تو بتونی قطعنامه بدی که این مذهبی یا این مذهبی. این نشونه دهنده اینه که این نویسنده خوبیه و این داستان درست نوشته. اینجوریه. خیلی خوب، بسیار عالی بچه. یه مورد دیگه هم توش دیدم که بازم من فکر کنم از نظر روانشناسی بخوایم نگاه کنیم، چرا این مرد همیشه فکر میکرد زشت و ترسناکه؟ به خاطر من فکر میکنم به خاطر اینکه خودش این ساید خودش از خودش راضی نبود، دزدی میکرد از حساب زنش. اینا باعث شده بود که این ساید خودش رو چون رضایت نداشت فکر میکرد قیافه ترسناکی داره و هر لحظه که میخواست با هر کسی که روبرشو فکر میکرد که چرا از من نترسی. اینا شخصیت سازی های محشر این آدم دیگه، این آدم حیرت میکنه اصلا. شهرزاد تو چیز دیگه نداری ماما؟ منیر جون، من نمیدونم مونا صحبت کرده یا نه و میترا، این دو نفرم با بچه‌ها خیلی داستان رو توضیح دادن و تایمینگ رو رعایت نکردن متاسفانه، برای همین یه ذره جلسه‌مون اینجوری شد. مونا در مورد چم بحث می‌کنیم؟ میتونیم یه کاری کنیم، اولا بذاریم من برم یه لیوان آب بیارم بدوید، برای که آره برای که واقعا الان دو ساعت دیگه نزدیک. منم بدید یه بریک 5 دقیقه بگیریم. مدیر رو اگه موافقید بچه‌ها این صحبتایی که کردن در مورد هر داستان بتونن پست کنن توی صفحه. آره. من پستو باز میذارم، بعد سروناز مسئول بشه که همه این نوشته ها رو با هم دیگه جمع کنه، نسیم فاینالایزش بکنه، نگاه کنه، چون داستان نسیم خیلی دقیق میکنه و خیلی مرتب یک دوسته میکنه، بعد یه مقالهش کنن بفرستیم برای هما بذاره توی کتابخونه، اگه شما موافقید در آینده، یعنی طول بکشه نه اینکه همین سودی مونی رو میوته، آن میوتش کن بایستید میوتتون رو برده پسر منو ببینید اومده پشت سرم رو صندلی نشسته نمیذاره تکون بخورم. مونی رو آن میوت کنید لطفا. خب آره، بعد من فکر کردم که تو همون صفحه خود صفحه یه چیز چون بچه تو کتابخونه هم میشه بذاری، تو صفحه خود صفحه کتابخونه هم میتونیم بذاریم. خب تو صفحه کتابخونی من میتونم پست رو باز کنم. آها. که همه پست بزنن با اپروو شما، یعنی بچه ها پست کنن شما اپروو کنید، نه اینکه نکات. ببین نکات مهم نظراتتون رو بنویسید، همین باید یاد بگیرین این کارو. آه. وقتی مثلا ببین یکی از ایرادایی که ما داریم اینه، نظر شما رو درباره هوا میپرسن، شما یه دو ساعت حرف میزنی یه دقیقه آخرش در باره هوا میگی. وقتی نظر مثلا میگن حالت چطوره، از همه چی میگیم جز حالمون، بعد آخر کار یه چیز میگیم همجور. یا مثلا میگیم حالمون ببخشید برداشتتون از نظرات تازه و جذابی که از یک گرفت خواندن یک داستان گرفت. یک دو سه چهار اینجوری بکنیم نویسیم. من فکر میکنم که تارگتمونو بذاریم برای یه کار اکسترنال خوب، یه مقاله، یه ریویوی که از این کلاس در بیاد.
فقط بین خودمون. برای اینکه الان خیلی حرفای خوبی مطرح شد، چرا بقیه نفهمن که ما یه نظری داریم؟ صدامون رو به نظرم خوبه که به گوش جمعیت بزرگتری برسونیم. فکر میکنم میتونیم این کارو میشه عملیش کرد. اگه بتونیم به انگلیسی بنویسیم. آره به انگلیسی فقط. آره. توی یه پیج هست، من برای بچه‌ها اون روز فرستادم، یه صحبتی بود باش تراوت کرده بود، میشه برای اون بفرستیم. حتی صحبت هامون رو بعدها مثلا یک نفر به انگلیسی اینا رو بگه بیان کنه و این رو بفرستیم براشون، یا اینکه خودمون یه کانالی راه بندازیم بوک کلاب مخصوص خودمون رو. من فکر می‌کنم قدمای کوچیکشو بردارید. ببینید قدمای بزرگ، من تا چند سال داریم کار می‌کنیم، قدمای بزرگ خواستیم برداریم موفق نبودیم. چرا یه پیپر نوشتن سخته سودیشون نمیتونیم بنویسیم؟ جمع کردنش الان ماه دیگه لوسی بارتون رو میخوایم بخونیم، بچه‌ها عزاداران بیان تموم کردن میخوام برن، یعنی کارهای دیگه هم داریم انجام میدیم، مونیرو کوچینگش هستش. یعنی قدم اول این باشه که اول یه متن فارسی داشته باشیم، چون ما تنها گروهی هستیم فارسی زبونا که همیشه دزدی ادبی داریم. اول ما خودمون رو تو فارسی استبلیش کنیم، یه متن کامل فارسی داشته باشیم، اون وقت اونو میتونید هر کدومتون خواستی کمک کنید ترجمه کنید. ما ددلاین بذاریم اول اکتبر. آره یه ددلاین بذاریم اول اکتبر، تو این فاصله چند تا تارگت کوچیک تعریف بکنیم، ددلاین رو بذاریم که اکتبر یه پیپر از این کاری که از این داشتیم در بیاد. نگفتیم که اولیه رو بپریم. من میگم یه هدف بزرگ از حالا بذاریم، همه این کار رو جمع کنیم، یه زمانبندی یه پلانی بکنیم که برای اون موقع بتونیم یه پیپر یه ریویو از این کلاس در بیاد. نظر من اینه که نظر خودش رو بنویسه بعد یه کلمه رو جمع کنه به یه زبانش بکنه. آره به نظر من که از اولم من فکر میکنم انگلیسی بنویسیم بهتر باشه، کار آسونتر میشه تا ترجمه بخونه. آره راحت تره به نظر من انگلیسی. بعدم من با فارسی مخاطب فارسی زبان خیلی براش مهم نباشه این کلاس. بله من با سودی جون با اول متن فارسی خیلی موافقم. یه چیزی میتونم بگم، لطفاً این کلاس رو الان تمومش کنم چون مونیر رو میخواست بره. نه نه مامانی نه مجبوریم که من یه چیزی بگم. ببخشید ما چون داریم سه تا کتاب از الیزابت استرات میخونیم که فکر میکنم دو تاش به هم مربوط ده، همین لوسی بارتون هم Anything is Possible، من خیلی با پیشنهاد نسیم موافقم، چون مثلا شما من خیلی سرچ کردم راجع به نقد و اینا، نقد خیلی خوبی نیستش. بنابراین اگه ما بتونیم، حالا عجله که نداریم که حالا مثلا یه ماه دیگه، یا مثلا حتی میتونیم کتابای بعدی رو حالا با این سرعت نخونیم، به نظر من اگه وقت بذاریم خوب کار کنیم یه چیز خوبی از توش در بیاریم، حالا همون اول اکتبر که نسیم گفت خب خیلی خوبه، مثلا لوسی بارتون رو میتونیم یه کمی عقب‌تر بذاریم که اونم قشنگ روش کار بکنیم. حالا من میدونم برنامه‌ریزی مانی رو اینا خب دیگه استودی بهتر میدونه، ولی منم موافقم وقتی که یه چیزی دستمون باشه یه انگار که میدونی یه پروداکتی داری. من با پیشنهاد نسیم خیلی موافقم، ولی اصلا فکر نمی کنم لازمم باشه که ما لوسی بارتون رو بندازیم عقب. من امروز لوسی بارتون رو تموم کردم، یه هفته میخواستم نصفش رو بخونم، انقدر جذب شدم همه رو خونم. من تازه الان اینه که خوندم احساس میکنم دلم میخواد برم یه بار دیگه برگردم Anything Possible رو بخونم، انقدر برام جالب بود، انقدر من کتاب My Name is Lucy Barton رو دوست داشتم. می‌خوام برمیگردم اون موقعی که Anything is Possible رو شروع کردیم، من متوجه شدم که این رپ داره به لوسی بارتون. بعد که سرچ می‌کردم دیدم همه میگن که مثلا خوبه که این دوتا رو حالا قبل و بعد هم بخونیم که مثلا خیلی کلیدا باز میشه. خب ما وقتی داریم این کارو می‌کنیم بعدش میتونیم، یعنی حالا ددلاین اول اکتبر اگه یه زمان بندی خوبی بکنیم میتونیم خیلی کارا بکنیم. مثلا من خودم تابستون خیلی آزادترم، وقتی ترمم تموم بشه خیلی بهتر بیشتر میتونم رو این کار بکنم. من خیلی موافقم باهات نسیم اگه بتونیم یه همچین کاری بکنیم. آره من با کمال میل همکاری میکنم، به نظرم خیلی پروژه جالبی میشه. بعدم که یه چیز خوب از کلاس در میاد بیرون و الانم یا الان ما نظر برای خود من اینقدر این جلسه جالب بود یا الان نظرات جالب شدم، شاید نقطه نظر ما رو در مورد این کتاب خیلی نداشته باشم.
فکر میکنم بحث فارسی باید اینترنال همین بین گروه خودمون باشه و مقاله باید به زبان انگلیسی نوشته بشه. مقاله به زبان انگلیسی باشه. من مقاله علمی نوشتم، خودم هم فارسی نوشتم هم انگلیسی. فارسی اصلا نابود شده، معلوم نیست چی شد، اصلا کسی بهش ریفر نمیکنه، ولی انگلیسیاش بهش ریفر میکنه. به نظر من یه اگه که یه مثلا وبسایتی مونی رو داشته باشه تا اون موقع و ما مثلا با این با به اصطلاح با این عنوان بذاریم توی اون وبسایت هر کی سرچ بکنه خب این میاد رو دیگه، یعنی فارسیش هم داشته آره باشه. اونم هست، منتها من فکر میکنم که شاید مونی جون یه دونه یه مثلا یه نشریه رو معرفی بکنه به ما، اونم میشه نشریه رو معرفی بکنه که ما بفهمیم کجا بذاریم، مثلا حتی تو یه مخاطب مثلا داشته باشیم. بعد اون وقت اگه فیدبک بگیریم خیلی جالب تو اینترنت وارد بشه توی روی توی سایتی چیز بشه، بعدن دیگه هر کی سرچ بکنه بهش دسترسی داره. دقیقاً. بعدم فیدبک اگه بگیریم خب بهتر میشه کتاب بعدی، کار بعدی آدم کارشو بهتر و عمیق‌تر و شکیل‌تر انجام میده. این خیلی جالبه. مرسی از پیشنهاد. دوست داشته باشن یا نه؟ خیلی هم عالی. بحث خیلی جالب، خوب، پیشنهادای تصویری و درخشان و درست. زبان برای کنه برای ارتباط با جهان و برای که از این سوراخ خودمون بیرون بیایم، به جز اینکه بتونیم با زبان دیگران حرف بزنیم و فکر کنیم راه چاره‌ای نیست. ولی به مرور رو این کار میکنیم. برگردیم سر جلسه. چند نفر دیگه مونده بودن مامانیا؟ مونا مونده. میترا و دیگه فکر کنم همه. مونا و میترا. مونا میترا. خب مونا بگو ببینم. مونا بگو ببینم مامانیا. سلام به همگی. من قرار بود که روی تم داستان دهیت همون تام تئوری کار کنم که خب در مورد این داستان امروز خیلی صحبت شد. من دیگه سعی میکنم که این چیزایی رو که صحبت نشده و اشاره به اسم داستان و اینی که اصلا منظور نویسنده احتمالاً چی میتونه باشه، چون من خودم دقیقاً متوجه نشدم که منظور نویسنده از انتخاب این اسم برای این داستان چیه، چون که این به اصطلاح رول آف تام یا تام تئوری یه چیزی که تو فرهنگ انگلیسی زبان ها که ریفر میکنه به قرن‌های خیلی پیش که یه قانونی بوده در مورد اینه که مردایی رو که اصلا این قانون بوده، مردایی که میخوان زنش رو کتک بزنن باید با چوبی کتکش بزنن که کلوفتر از انگشتش هست نباشه. یعنی اگر کسی از این تخطی میکرد مثلا غیر قانونی کار کرده. حالا این که چرا این اسم رو نویسنده برای این داستان انتخاب کرده من خودم دقیقا متوجه نشدم، ولی در واقع تعریف دیگه هم که از این فریز هست توی فرهنگ تو ویکی‌پدیا و توی فرهنگ انگلیسی زبان ها اینه که در واقع تو فارسی هم ما یه چیزی داریم به اسم وجبی کار کردن که مثلا فرض کن نجارا وقتی که میخوان یه چیزی رو ببرن یا کار کنن با اره در واقع وجب وجب میگیرن و کار انجام میدن، و یه تفسیر دیگه هم ازش اینه که پرکتیکالی کار کردن، یعنی که تئوری که در واقع در عمل امتحانش میکنی و به نتیجه میرسی. حالا تمام اینا من نمیدونم که میتونیم توی این داستان بگیم که منظور نویسنده از هر کدوم این معانی چی بوده که اسم این داستان رو گذاشته، ولی کلا داستان در مورد چارلیه که چارلی بازمونده جنگ ویتنامه که مشکل روحی روانی داره و بزرگترین مشکلش هم اینه که یه حالتهای شیطانی تو وجودش هست، تصمیمایی که میگیره، کارایی که میکنه، مثلا زنش رو هم دوست داره هم دوست نداره، دوستش نداره ولی نمیتونه تلفنش رو جواب نده، وقتی که تلفن میزنه تلفن زنش جواب میده ولی در این حال بهش خیانت میکنه، بعد به اون با اون کسی که در واقع خیانت میکنه که یه در واقع فاحشه است عاشقش میشه و وقتی که متوجه میشه که عاشق شده باش قطع ارتباط میکنه.
یعنی کارایی میکنه که خودش هم دقیقاً تضاد داره، یعنی تضاد داره تو رفتاراش، رفتارهای اجتماعیش، و نمیتونه هیچ احساسی رو بهش بند بشه، پابند به هیچ احساسی، حتی درد، حتی به درد نمیتونه پابند بشه. درد داره، میخواد درد نداشته باشه. وقتی که درد نداره، فکر میکنه که بدون درد نمیتونه زندگی کنه. این تم کلی این داستانه در مورد چارلی و در مورد جزئیات داستان و اینی که کراس رفرنسی که داره با بقیه داستاناش، همون با داستان بدن برکفست تاتیه که در واقع یه بار نویسنده توی اونجا صحنه ای رو که این رفته تو بدن برکفست بیان میکنه، یه بارم توی این داستانش بیان میکنه که آخر داستان وقتی که $10,000 رو به اون تریسی میده، کارش کشنه میشه به بدن برکفست تاتی و اونجا با هم دیگه با تاتی یه مبادلات حرفی و احساسی و این چیزا بینشون میشه که این تو هر دو مورد این یه صحنه رو توی دو تا داستان به شکل‌های مختلف از دیدهای مختلف نویسنده بیان کرده که به نظر من خیلی زیبا بود، این خیلی قشنگ و زیبا بود. و به طور کلی میخواد اینابیلیتی چارلی رو، عدم توان احساس کردنش رو بیان کنه این داستان. همین. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد، یکی بحثه فرقی اصلا مقصودمون از تم چیه، پلات چیه، مود چیه. خب اینا رو کلاس های داستانرسی من مثلا گفتم و اینجا جاش نیست، نمیدونم چجوری میشه اینا رو توضیح بدیم. من چیزی که از تم متوجه شدم تمه داستان باید داشته باشه، در واقع تم مجموعه از خلاصه داستان و نتیجه اخلاقی که نویسنده میخواد بگیره. تم مسیج داستان و اسمش تم مسیج داستانه. تو یه داستانی پیامش چیه؟ خب میخواد چی بگه؟ یعنی تمرکزش روی چه چیزی؟ میخواد بگه که فقر بده؟ میخواد بگه جنگ نابسامانی و عدم تمرکز میاره؟ میخواد چی بگه؟ خلاصه داستان اون خلاصه داستانه. داستان ما خط داستانی داریم، طرح داستانی داریم و خلاصه داستانی داریم. میشه تو هم با هم فرق اینا بس شده هم. حالا ولی اینجا کلاس داستان نویسی نیست، اینجا کلاس خوندن یک کتابه. بعد شاید بشه بیشتر مثلا بعدها راجع به تم حرف بزنیم. نفر بعدی من یه چیزی بگم. بگو. ببخشید این اکسپرشنی که چارلی استفاده میکنه تو داستان اکسپرشنی که خودش درست کرده، نظر خودش اینو درست کرده و زمانی بوده که بچه بوده پدر بزرگش براش تعریف میکنه که وقتی تو انگشتتو میذاری و اون میخ رو میکوبی رو انگشته، تو در اون زمان درد رو احساس میکنی، فقط به اون نگاه میکنی که اون میخ رو زدی رو انگشتت، ولی بعد دردش رو احساس میکنی. و در طول داستان هم همینه، کارایی که انجام میده اون لحظه متوجه نیست داره انجام میده، کانسیکونسش رو بعد میبینه متوجه میشه، و این اون اکسپرشن که خودش درست کرده. مرسی. بعدی آخرین نفر کیه؟ میترا. میترا کجا رفت؟ صدا دارم؟ آره. اوکی، صدا میاد خیلی خوبه. آه، اوکی. اوکی. من قرار بود روی داستان شماره یک کار کنم. خب در مورد داستان شماره یک هم خیلی صحبت شد. من فقط میخوام اون دوتا نکته‌ای که برای من خیلی مهم بود بگم. بسیار عالی. جایی بود که وقتی که خونه از بین میره، گاوا تو آتیش میسوزن، این صدای گاوا رو میشنوه که دارن آتیش میگیرن، میبینه آتیش رو خانوادش داره میفته و میان بیرون و میبینه همه چیزش از بین رفت، من فکر میکنم دچار خرافات و توهم میشه و خدا رو میبینه. بعد میگم آیا برای همه آدم ها اینجوری نیست که وقتی یه بلای آسمانی نازل میشه که هیچ راه نجاتی ندارن
به خدا و خرافات پناه میبرن، وقتی هیچ بیمه ای نمیتونه خسارت وارد شده رو جبران کنه، هیچ کمکی نمیتونه اون چیزی که از دست رفته به ما برگردونه، آیا اون موقعی نیست که بعد تنها چیزی که واسه ما میمونه خدا و خرافاته؟ این یه پونکتشه. نکته بعدیش اینه که در حین مکالمه که تام با پیت داره میبینی که پیت پدرش رو مقصر میدونه و برای اینکه خونه تام آتیش زده، برای همه اون کارهای بدی که در حق بچه هاش کرده، ولی خب پدرش بعد از قبل از اینکه میخواد بمیره میاد برای این یه چیزهای تعریف میکنه و یه جوری از بار این مسئولیت خلاص میشه، ولی یه جوری این مسئولیت و این همه فشار رو میده به پیت، یعنی پیت داره در واقع اون بار مسئولیت و بار گناه پدرش رو داره به دوش میکشه تا آخر عمره، چون لوسی که رفت برای خودش نویسنده شد، اون یکی خواهره که رفت بچه دار شد و زندگی خودش، و این کسی که داره بار این تمام این کاره بدی که این پدره کرده داره میکشه و تا آخر عمرش نه دوست داره نه زندگی داره، تو همون خونه داره تنها زندگی میکنه و داره خودشو فکر میکنم خودش داره خودشو مجازات میکنه و اینکه پدرش اینقدر آدم بدی بوده، اینقدر بد کرده به خودش و به این بچه‌ها، و فکر میکنم چون بچه اولی خانواده‌ام بوده شاید در مورد مثلا خواهرای دیگه‌اش هم احساس مسئولیت میکرده که به اونا اونقدر داره بد میگذره و نمیتونه اونا رو نجات بده. این دو تا پونکتی بود که من می‌خواستم بگم. بسیار عالی، مفید و خلاصه و دقیق. اون آره من نمیدونم واقعا این برداشت های متفاوت به خاطر اینه که یه اثر هنری کار قشنگیه، کار درستیه، آدم ها تفسیرهای خودشون رو دارن و بیشتر این تفسیرها بر اساس ذهنیت مفسر و گذشته‌ای که داشته و چیزایی که خونده و جهانبینی مفسر عنوان میشه. حالا باز مثلا میشه سوالای گنده تری رو پیش بکشی که پس واقعیت داستانی چیه؟ حقیقت داستان چیه؟ اینا او خیلی بحثش مفصل. خیلی ممنون از زحمتتون. بله قبل از این که بریم چون همه تقریبا حرف زدن، اجازه میدید ببینیم از میون اینایی که هستن کی حرفی داره، اگه میخواد بزنه بزنه و بعد بریم. کسی حرفی تو حرف تو گلوش نمونه. کسی حرفی میخواد بزنه؟ همو حرفی داری ریما؟ نه من همون تو چت نوشتم راجع به همون سنو بلایند نس یا در واقع تیتر اون قسمت که سنو بلاینده که همتون فکر کنم خوندین، حالا دیگه چیز مهمی نیست، در واقع میخواستم بگم نقطه کور و موافق نیستم، فکر میکنم که اون منظورشون استعاره اون حالتی که برف و اون سفیدی ایجاد میکنه که تو واقعیت رو ممکنه یه لحظه نبینی یا کورشی یا مصلحتی بود در واقع ندیدن وضعیت پدر مثلا که اونجا صحبت شو کردیم. مرسی مرسی ازم. من یه چیزی فقط در مورد چارلی مکاولی میخوام بگم. بذار اول کسایی که حرف نزدن منیره جان بذارم معذرت میخوام. بریم، حرفی نداری؟ فقط راجع به این پیپر میخواستم بگم که خوب اول لوسی بارتون هم به نظرم بخونیم و دوتاشو با هم تحلیل کنیم پیپر کنیم. هم عالی. سارا هم حرفی نداره؟ سارا هم نیست. فریبا هیچی نمیخوای بگی؟ اوکی. من یه چیز کوتاه خودم بگم بعد منیره تو بگو هرچی میخوای بگی. من یه چیزی که تو این داستان به نظرم خیلی جالب بود این بود که در واقع از ساین شروع کرد به گیفت تموم کرد و من احساس کردم که خواست بگه که و بعد اسم داستان که میگه همه چیز ممکنه، خواست بگه هیچ قطعیتی وجود نداره، یعنی اینو من همش خواستم که داستان این توجهم به جز این که قضاوت کردن و اینا مطرح بود، می‌خواست بگه هیچ قطعیتی وجود نداره در هیچی، نه دین، نه ایمان، نه کفر، همه چیز یه حالت نسبی داره. برای من اینجوری بود داستان. منیره اگه می‌خوای چیزی بگی بگو. من فقط یه چیزی در مورد چارلی هست که وقتی میره بزنش میگه که رفته بود زیر مانیومنت و گریه کرده و مردم با ریسپکت بهش نگاه می‌کردن گریه کردنش رو، یعنی اون هیچ وقت چیز نمی‌کرده. زنش میگه که people could surprise you not just their kindness but also their sudden ability to express things the right way.
و چارلی آدمی بوده که نمیتونست اکسپرس بکنه the right way. وقتی که با پسرش و عروسش میرن بیرون و میبینه که پسرش چقدر قشنگ به زنش میگه که این سویت شرتی که میخوای بخری بهت میاد یا نمیاد یا درکش میکنه، حتی نمیتونه با محبت روی شونه پسرش بزنه و بهش بگه که I'm proud of you and you're a well raised boy. اینا رو نمیتونه بهش بگه. He felt he never expressed anything the right way. خیلی خوب بچه ها، نخود نخود هر که بره خانه خود، فقط وقتی که بچه ها دارن حرف میزنن این درست نیست که شتم کار کنه، چون حواسا پرت. قرار ما به حرف هم دیگه گوش بده. شب و روزتون خوش. اشکان هیچی نمیخواست بگی اشکان. من فقط امروز شنونده بودم، خیلی لذت بردم. همه حرفایی که من میخواستم بزنم بقیه گفتن. جایی برای صحبت نمونده باشه. مرسی بچه، مرسی منیر جان. خیلی ممنون، مرسی. به امید دیدار لوسی بارتون ها. My name is Lucy Barton. مرسی، ولی خیلی خیلی جلسه پربار و یعنی چیزی بود. اینا رو راست میگه، باید یه جوری انگلیسی بذار.